خب درود دارم خدمت دوستان و عزیزان، از شب خدمتون که مطلب مهمی که امشب اتفاق افتاده اینه که چون به عنوان لایو عمومی برنامه لایو رو گذاشتیم، ما برنامه لایومون رو در داخل صفحه رسمی گذاشتیم و این داخل صفحه رسمی گذاشتن حسنی داره و حسنش یکی از محاسنش اینه که اینجا همه دوستان که حتی بنده عدشون نکردم میتونن تشریف بیارن و گفتگو کنن، حرفاشون رو بزنن، اعتراضشون رو بیان بکنن، نظراتشون رو بنویسن و چیزهایی که گفته میشه رو به نقد و بررسی بگذارن. بیش از هر چیزی مهم این است که دوستان، من چند سرفصل گفتگو امروز دارم که در این سرفصل‌های گفتگو دو سرفصل رو من در رابطه باش صحبت خواهم کرد، سپس جناب دکتر سروش مهراد به ما اضافه خواهند شد و در رابطه با بعضی از سرفصل‌ها جناب دکتر سروش مهراد برای ما توضیح خواهند داد. ماشه که بیش از هر چیز باعث نگرانی من و بسیاری از دوستان میهن پرست ماست. درود دارم سیامک جان، یه محبت بکنید که با توجه به اینکه این برنامه توی صفحه جدید منه، دوستان دیگر رو هم به این برنامه سعی کنید عزیزان دعوت بکنید، چون توی این صفحه به طور معمول دوستان عزیزان نمیدونم که ما برنامه رو میذاریم، ممکنه برای بعضی از عزیزان آشنا نباشه برنامه ما توی این صفحه. از شب خدمتون که من حقیقتش چندین و چند بار با عناوین مختلف با هموطنان ایرانی اسرائیلی خودمون گفتگو کردم و حداقل فکر میکنم که عزیزانی که پیگیر برنامه های ما هستن و پیگیر برنامه های شخص من هستن این رو متوجه شدن که ما سعی کردیم مسائل و مطالب رو باز نکنیم و بی پرده سخن نگیم، جانب احتیاط رو در حفظ حرمت هموندی به عنوان ایرانی با این عزیزان حفظ بکنیم، اما بیش از هر چیز وقتی پای منافع ملی ایران و آگاهی ملی در میان هست، ما می توانیم تا حدی کوتاه بیایم، تا حدی آرام بنشینیم، بلکه امیدوار باشیم تغییری در رفتار ببینیم، تغییری در منششون ببینیم، تغییری در کنششون ببینیم. اما چون این تغییر رو ما مشاهده نکردیم و کوتاه‌گویی ها و کوتاه نظری های بعضی از عرشب خدمت شما که عزیزانی که نام خودشون رو به اسم مبارز سیاسی میگذارند هم مزید بر علت است و من متاسفانه چون ندیدم که سکوت اختیار بکنند. در مواقعی که انسان اطلاعات مکفی نداره، معمول این است که به همه عزیزان، من خودم پیشنهاد میکنم، وقتی شما اطلاعات مکفی در رابطه با مطلبی ندارید، بهتر این است که اظهار نظر نکنید یا در این رابطه سکوت بکنید. اما چیزی رو که میخوام امشب برای شما بگم، نمونه بارز حمایت مافیای، درود دارم جناب ایوب بخت رازمهر گرامی، حمایت بارز مافیای صهیونیسم. ببینید، من از واژه ها سعی میکنم به درستی استفاده ببرم، چون که این مطلب با یهودی متفاوته. دقت بکنید عزیزان، من وقتی سخن از مافیای صهیونیست میکنم، یعنی یک دسته، یک گروه، یک تیم، همانانی که من معتقد هستم که عرض شود خدمتتون که اندیشمندانشون رو فرستادن تا هیتلری رو به وجود بیارند. من وقتی سخن از مافیای صهیونیست میکنم، از کسانی سخن میگم که بسیاری از هموطنان خودشون، هم کیشان خودشون رو به دست هیتلر
قربانی کردند تا امروز هر جنایتی که در دنیا انجام می‌دهند بروند و پشت این مظلومیت قائم بشند و بگویند که بله اینها که آمدند اینها هم یهود ستیزند. من از مافیایی سخن میگویم که وقتی ملت ایران در داخل خیابانهای ایران فریاد روحت شاد رضا شاه میگویند، وقتی جنازه رضا شاه کبیر در قبرستان داخل تهران پیدا میشه در اون صحنه شاه عبدالعظیم و مردم خب یک حس خاصی نسبت به این قضیه پیدا میکنند، یه حس عمومی، حس حالا بگذارید بهش بگوییم به نوعی میگوین نوستالژی همراه با حس ملی، اندیشمندشون آقای برنارد هنری، من اجازه بفهمید که واژه رو درست تلفظ بکنم چون که بله، برنارد هنری لوی توی در همون زمان میاد سخن از این میکنه که رضا شاه کبیر پیرو عرض شود خدمت شما که هیتلر، آدولف هیتلر بوده. جالبه برای شما بگم که این آقای هنری لوی هم از اون ماویست های دوران جوانی بوده که در سنین بالاتر خودش یهو یا منافع مالی دیگه میان به اصطلاح انجمن فلسفه تشکیل میدن، یهو منافع مالی اینجور تعریف میشه که آقا اینجا فعلا الان منفعت هست و بعد حالا یهو چطور میشه که ایشون صهیونیست میشن بماند. حالا میگم از ماویسم تا صهیونیسم دنیای بزرگی است که من فکر میکنم اون زمان که ماویست هم بودن ایشون مأمور صهیونیست بودن. این رو بهش میگن همون مافیای صهیونیسمی که ما داریم ازش سخن میگوییم. این مافیای صهیونیسم همون مافیای صهیونیسمی است که اعلی حضرت محمد رضا شاه فقید آریامهر در بیاناتشون به صراحت در موردشون صحبت کردند و من این مطلب رو در داخل صفحه خودم شیر کردم، حتما دوستانی که پیگیر برنامه های من هستن این مطلب رو از زبان خود اعلی حضرت شنیدند. این که مردم ایران در داخل ایران با شعار روحت شاد رضا شاه در حال مبارزه با رژیم و دشخیم جمهوری اسلامی هستند و ناگهان یک فیلسوف صهیونیست در فرانسه، یک عرض شود خدمت شما که مطلبی رو می نویسد و بیاناتی رو می کند که بله رضا شاه هم یک نازیست بوده در ایران، این برای دنیایی که نه رضا شاه رو می شناسه نه نازیسم رو از دید ایرانی بهش نگاه داره، نه با ایرانگرایی و ایران دوستی. بله جناب رازمهر، من با شما همسو هستم در این گفتار، در این گفتار با شما همسو هستم. مستندات بسیاری رو در این زمینه ما مطالعه کردیم که گفتم خدمتونم قبلا هم اشاره کردم، خود مارکس هم یهودی بوده است و جالبه که بسیار این اندیشمندان که با اندیشه های نوین خودشون به دنیا لگد میزنند و باعث خرابی و ویرانی دنیا شده اند همشون یهودی بودن. هیچ یهودی را هم شما نمیبینید که مگر در مواقع منافع عرشبت مالی دارای اون تفکرات و اون اندیشه ها باشه. بماند، مطلب من نمیخوام از بحث خارج بشه، من نکتم در این نقطه است که مافیای صهیونیسم به شدت پشت جمهوری اسلامی ایستاده، حضور جمهوری اسلامی در منطقه، من بارها و بارها در برنامه هام اشاره کردم، حضور جمهوری اسلامی در منطقه عامل بسیار مهمی است که تنفر عمومی مردم منطقه به خصوص اعراب از
نگاه سلطه طلبانه و عرشبت که جهان گشایانه صهیونیسم در اسرائیل به اطراف به سمت ایران جلب بشه و اون تنفر عمومی که در سال 1979 از همه طرف همه اعراب به سمت اسرائیل بود و در همان زمان هم ایران با آنها همسویی نکرد، امروز شما میبینید تمام اون تنفر از سمت اسرائیل برداشته شده و اعراب تمام این تنفر رو به سمت ایران دارن. حالا در من به این نگاه سودطلبانه مافیای صهیونیسم هم وقعی نمیگذارم و این رو به پای حماقت ملی ملت ایران میگذارم. یعنی در حقیقت در این رابطه من دلخوری و دلنگرانیم از مردم ایرانه، نه از مافیای صهیونیسم، چرا که مردم ایران هستن که با ساده باوری تن به این ذلت و خفت در 1979 دادند. اما پس از اون چه اتفاقی افتاد؟ پس از اون با شعارهای ما با ملت ایران همراه هستیم و ما ملت ایران رو دوست داریم، بسیاری زباله های خودشون رو در لابلای اپوزیشن تزریق کردند. بعضی از این زباله ها رو با منابع مالی به سمت خودشون کشوندند و کاربر خودشون کردند. بعضی از این زباله ها رو به حضورتون عارضم که عملا مدیا در اختیارشون گذاشتند و رشدشون دادند و یک تابو ایجاد کردند در طول 38-9 سال گذشته که هیچ وطن پرستی جرأت این رو نمی کرد. تا زمانی که من بدون تعارف به شما بگم که من با صراحت این مطلب رو به دوستان بسیار زیادی هم در بین یهودی ها داشتم و حالا بسیاریشون رو هم صفحه من رو ترک کردن، هیچ جای نگرانی هم نداره، انسان هایی که واقعیت رو بخوام بپذیرن همیشه بر قلب من حاکمند، انسان هایی که بخوان پشت غرورها و تعصبات حزبی گروهی خودشون بیستن، بدیهیه که من اول ایران رو مد نظر گفتارم قرار میدم. علل قاعده به جرأت میخوام به شما بگم که در بین این مافیای کثیف و نجست ایران برباده که از سال 1976 فعالیتش رو به شدت بر علیه ایران تقویت کرد، امروز ما دیدیم در زمانی که مردم ایران در داخل خیابانها روحت شاد رضا شاه گفتند، این مافیا فیلسوف نامیش میاد در داخل مدیای فرانسه و در اون شرایط برای اینکه نگاه مردم جهان رو نسبت به حس ملیگرایی مردم ایران منفی بکنه و اجازه نده مردم جهان پشت این ملیگرایی و این ایرانگرایی ملت ایران همراه بشند و هم صدا بشند، میاد و یک تاس اون وسط میریزه. چه تاسی رو میریزه؟ میگه رضا شاه رفیق از شبه خدمت شما آدولف هیتلر بوده و نمیدونم اصلا رهرو ایشون بوده و ایشون اصلا پیرو نازی بوده و ایشون نازیست بوده و از این خزعبلهایی که حالا بسیاری از دوستان سعی کردن به نوعی پاسخ بدن، بسیاری از دوستان هم رفتن پاسخ دادن، این پاسخ ها فکر میکنن که بسیار هم دندان شکنانه بود. نه عزیز دلم، بازخورد گفتگوی آقای برنارد با بازخورد گفتگوی شما دریا پاسخ داره، فاصله داره.
شما به عنوان یک ایرانی از رضا شاه دفاع کردید، ایشون به عنوان یک فرانسوی رضا شاه رو نقد کرده. افکار عمومی فکت‌هایی رو که شما ارائه میدی و فکت‌هایی که او ارائه میده رو نمیان مقایسه بکنند. مهم اینه که در بزنگای تاریخی که ملت ایران در داخل خیابان روحت شاد رضا شاه رو فریاد زدند، مافیای صهیونیسم، من با تأکید این رو اشاره میکنم، مافیای صهیونیسم افکار عمومی جهان رو نسبت به رضا شاه و حس ملیگرایی ملت ایران در اعتراض به جمهوری اسلامی خونسا کرد. کاری که شما کردید به اون به آن میگویند احیای هویت. این احیای حس مردم جهان در مقابل اعتراضات مردم ایران نیست. دوستان عزیزی که شما فکر میکنید که در مقالات فرانسه رفتید پاسخ این آقا رو دادید، آقای فلانی اومد من رفتم پاسخش رو دادم، اونی که گفتم در موقع، نه عزیزم، شما نمیگم کار بدی کردید، ولی بدانید که دشمن ملت ایران، دشمن ملت ایران از زمان از آخرین سالهای حضور اعلی حضرت محمد رضا شاه پهلوی در ایران تا به امروز مافیای صهیونیسم بوده و حکومتی که امروز بر ایران حاکمه، دقت بکنید به جملات من، حکومتی که امروز بر ایران حاکمه چهره مخالف صهیونیسم داره. اکثر قریب به اتفاقشون و خودشون با صراحت وقتی میاین میگوین از هر 10 سپاهی یکیشون برای مادر کار میکنه، شما دیگه ماهیت سپاه پاسداران رو بفهمید. خودشون بیان میکنند، دیگه این نیازی نیست که من فکت بدم. وقتی خودشون به این مطلب رو بیان میکنند، دیگه مشخص جمهوری اسلامی کیست. ما بدون تعارف بهتون بگیم که جمهوری اسلامی برایند دشمنی مافیای صهیونیسم با اعلیحضرت محمد رضا شاه فقید بوده. در این بین هی میگوین شرکت‌های نفتی، خب شرکت‌های نفتی بیشترین منافعش رو کی داره میبره؟ مافیای صهیونیسم. 48 تا 49 درصد این 7 خواهرانی که شما دارید صحبتش رو میکنید، سودش صاف داره تو جیب مافیای صهیونیسم میره. من نمیدونم چرا شما فکر میکنید که این 7 خواهران و 7 برادران با مافیای صهیونیسم فاصله چندانی داره که شرکت های نفتی هستن. این مطلب دوم. مطلب دیگری که من باید در موردش با شما گفتگو بکنم این است که هموطنان یهودی ما بین واقعیت ها یا نمیخوان واقعیت ها رو بپذیرند و حس ملیگراییشون نسبت به اسرائیل، من میبینم که حس ملیگراییشون نسبت به اسرائیل براشون برجسته تره و من براش احترام قائلم. باور بکنید که این هموطنان به هیچ عنوان دل من رو نمیشکنن، به هیچ عنوان باعث ناراحتی من نمیشن. کسانی که باعث ناراحتی من میشند هموطنانی هستند که هیچ ربطی به اسرائیل ندارند، ولی وقتی فکت و واقعیت رو میذاریم جلوی چششون حمله میکنن به آدم. خب من دوست عزیز بلا استثناء به تمامتون میگم شما مزدورید. بدون تعارف بهتون میگم، یا منافع شما توسط مافیای صهیونیسم داره احیا میشه، یا منابع مالی شما داره به نحوی تأمین میشه، یا به شما امکاناتی رو دادن که به شما میاید به این تفکر دارید حمله میکنید. ما داریم فکت رو در موردش سخن میگیم و فکت رو در اختیار شما میگذاریم.
یا تمایل دارید این فکت رو میشنوید یا میرید. وقتی میاد میایسید روبرو و فحاشی میکنید و بی تربیتی میکنید، این نشان دهنده اینه که شما مزدورید. بدون تعارف خدمتتون بگم، در این بین گفتار بسیار است و من متاسفانه از هموندان و عزیزان یهودی ما که در اسرائیل زندگی میکنند، در سرتاسر گیتی من جمله کالیفرنیا دارن زندگی میکنند، محکوم کردن این رفتار زشن آقای برنارد لوی رو ندیدم. ما تعارف نداریم. باز هم تکرار میکنم این جمله رو، در اوج مبارزات ملت ایران در داخل خاک ایران، در زمانی که ملت ایران یک پارچه روحت شاد رضا شاه رو فریاد میکردند، آقای برنارد لوی اومدند و بیانیه و مطلبی رو به عنوان یک فیلسوف بیان کردند که رضا شاه پیرو مکتب نازیسم بوده و با این کارشون جلوی اجماع افکار عمومی جهان رو بر علیه جمهوری اسلامی و به نفع ملت ایران گرفتند. یک نفر به من بگه این یعنی چی؟ مگه ملت ایران هر روز میتونن بیان توی خیابون و داد بزنن بگن روحت شاد رضا شاه؟ مگه هر روز میشه 103 تا 110 تا 130 تا 80 تا 90 تا شهر رو با هم بسیج کرد و به داخل خیابون ریخ و روحت شاد رضا شاه گفت؟ چرا در آن بزنگا آقای برنارد لوی یهو یادشون اومده که رضا شاه با از شبت خدمت شما هیتلر عیاب و ذهاب اقتصادی داشتند؟ یا عرض شود که چطور ایشون در آن زمان به شک افتاده که رضا شاه؟ چرا در اون بزنگا، چرا کسی دیگه نه، چرا مثلا در مورد کسی دیگه ای سخن نگفته؟ چون مردم ایران در داخل خاک ایران داشتن رضا شاه رو صدا می کردن. من 39 سال در داخل کشورم و در بیرون کشورم نشستم و دارم می خورم تا حدی که سیر شدم. دوستان، اگر شما دوست دارید گول بخورید، برید بخورید. این با شماست که واقعیت‌ها رو نبینید، چشمتون رو به روی واقعیت‌ها ببندید. اما نکته خیلی مهم اینه که اینها آمدند و حدود 2.5 ماه پیش اعلام کردند که بنده مزدور جمهوری اسلامی هستم. من به تعمد و به توصیه بسیاری از دوستان، به جای پاسخگویی به این خزعبل‌ها سکوت کردم. در پشت پرده آمدند با بسیاری از دوستانی که می آمدند و گفتگوی بنده رو پیگیری می کردند و گفتگوی دوستان دیگر رو پیگیری می کردند، نشستند و گفتگو کردند و گفتند ما مدارک داریم که آقای بابک خسروی مأمور جمهوری اسلامی هست. من به اون دوستان هم توصیه کردم دوست عزیز، رابطتون رو با من کم کنید، بگذارید این از اسناد، این مدارک به دست شما برسه، بذارید شما ببینید. حداقل با بسیار ده ها و ده ها نفر گفتن ما جلسات خصوصی میذاریم. این هایی که دارم به شما میگم آیدی های صهیونیستی، آیدی های یهودی، آیدی های جمهوری اسلامی، آیدی های پادشاهی خواهی، میخوام به شما بگم در بین همه شما هستن این اخشار. خب کدوم شما توانستید یک دونه؟ من الان 3 ماه منتظرم یک مدرک خارج بشه که این مدرک ثابت بکنه که من مأمور جمهوری اسلامی هستم. کی قراره این مدارک خارج بشه؟ پس من تا کی باید صبوری بکنم و جانب ادب رو رعایت بکنم؟ تا کی من باید صبوری بکنم و نتیجه رو به افکار متاسفانه
مشوش ایرانی بسپرم که هرگز نمیخواد جمع بشه. آمدن میگویند دریای خزر را بخشیدند. بله، جنایت بزرگی بر در حق خاک ایران شد. در رابطه با دریای خزر سخن میگویند و میآیند سهم کشورهای اطراف حوزه خزر رو تعریف میکنند. دوستان عزیز لطف کنید بروید و سهم کشورهای اطراف حوزه خزر رو بازبینی بکنید. برید بازبینی بکنید. آیا میدانید که کلوپ روسیه، کلوپ شرق، کلوپ روسیه یعنی کلوپ همسایه ایران، هنوز سهمش از 50% دریای خزر بیشتر نیست و کشورهایی که نفت خودشون رو در اختیار هفت خواهران گذاشتن من جمله آذربایجان و ترکمنستان و اینها هستن که و قزاقستان، اینها هستن که سهم بیشتری نسبت به سهم واقعی که باید ببرند برده اند و نفت ایران در حقیقت به هفت خواهران رسیده به طور غیر مستقیم. آیا میدونید که روسیه در این معامله سهم کمتری از انگلستان به دستش اومده؟ آیا میدونید دریای خزر رفت تو جیب هفت خواهران؟ برید سهم ها رو بخونید، بعد بشینید همینجور بشینید پشت این چیزتون به ایران و روسیه. حالا خدا رو شکر که مشخص شد رئیس جمهورتون هم انگلیسیه، این که ایشون تابعیت انگلیس هم داره که کاملا مدارکش اومد بیرون و خب همه دوستان متوجه شدن. چرا با واقعیت کنار نمیای؟ چرا با واقعیت رو نمیپذیریم؟ من خیلی متاسفم که من ببینید طرفدار کلوپ روسیه نیستم، ولی یه چیزی رو خدمت همه هموطنان بگم. در نهایت حسن همجواری شرط اول آینده ملت ایران خواهد بود با تمام کشورهای همسایه، نه با اسرائیل، با عراق. تو شما میدانید که بعثی‌های عراق، دقت کنید، بعثی های عراق دارن تو مشهد زمین میخرند. شما میدانید که یهودی های عراق دارن در خوزستان و کردستان زمین میخرند و تمام اینها هم به عنوان شیخ های عربستان دارن این کارو میکنند، در حالی که شیخ های عربستان اصلا وارد این قضیه نیستند. اینها از هر دری سخنی نمیخوام بشه، فقط اینها رو توجه میدم به هموطنان که بدانند اسرائیل دوست ملت ایران نبوده، نیست و نخواهد بود. کسانی که به جملات و گفته های من شک دارند بازبینی کنند تاریخ رو، از گفته اعلی حضرت محمد رضا شاه فقید تا حرکت آقای برنارد هنری لاو، بذارید من باز این اسم مزخرف این آقا رو، بله، برنارد هنری لوی، معذرت میخوام، آقای برنارد هنری لوی در اوج اعتراضات مردم ایران در داخل خاک ایران، در زمانی که مردم داد میزنن روحت شاد رضا شاه، یک مافیای صهیونیست در فرانسه به عنوان فیلسوف از توی لپ لپ میاد بیرون، میگه رضا شاه دوست نازی بوده. یعنی این مردمی که تو داخل ایران در مقابل دولتشون دارن اعتراض میکنن اینا نازیستن. شما میدونید این یعنی چی؟ و این حرف رو یک صهیونیست زده. بعد شما فکر میکنید که مافیای صهیونیست دوست ملت ایرانه، بعد شما فکر میکنید آقای منشأ امیر دوست شماست. صفحه دوستی ملت ایران و اسرائیل درست کردن با پرچم جمهوری اسلامی. من میگم ما به پرچم دولت ها توهین نمی کنیم، پرچم خودشون 39 سال زیر پای جمهوری اسلامیه. دکون باز نکنید.
دکون باز نکنید. من گفتارم رو به همین خورده بسنده میکنم. خواهش کنم از آقای دکتر مهراد تشریف بیارم به جمعمون اضافه بشن. نکاتی که گفتم نکات کلیدیه. ما همچنان منتظر مدارک هستیم از کسانی که قرار بود مدارک تهیه بکنند و ثابت بکنند که ما آقای درود دارم آصف گرامی، عرض شود خدمت شما که جناب آصف کیا مأمور جمهوری اسلامی بود، جناب آقای دکتر مهراد سروش مهراد مأمور جمهوری اسلامی بود، بنده مأمور جمهوری اسلامی بودم، بعد اومدن از یکی به بنده گفتن آقای سروش مهراد فلان چیز، گفتن خب مدارکشو بیا، بعد گفتن به بنده گفتن آقای آصف، بعد اومدن به آقای آصف گفتن آقای خسروی اینطوری، ایشون گفته مدارکشو بردارید بیارید، بعد رفتن به آقای. ببینید دوستان، و تمام این آیدی های صهیونیست بوده، تمام این آیدی ها یهودی ها بودن و ما پیگیر شدیم و متوجه شدیم کی داره از کجا حرکت میکنه. من بدون تعارف به شما بگم بر اساس آیین ایرانی هیچ دشمنی با قوم یهود ندارم، نه با قوم یهود، بلکه آیین ایرانی به من اجازه نمی دهد که با هیچ غیر ایرانی دشمنی ببرزم. اما دوستی مردم اسرائیل بر روی چشم، دوستی دولت اسرائیل و مافیای صهیونیسم رو با ملت ایران نمی پذیرم و هر روز این رو فریاد میزنم تا ملت ایران این رو بدانند، که مگر آنکه اونها تغییر رویه بدن ما این تغییر رویه رو ببینیم. تغییر رویهش هم خیلی ساده است. قرار نیست بیایید پول در اختیار من بذارید من شبکه تلویزیونی باز کنم. آقای ایکسی که اومدی و حالا من وارد بحث نمیخوام بشم، کسان دیگر رو من میبینم که اومدن تو اون بحثی که اونجا بودن. من امیر سلیمانی گرامی اینجا تشریف دارن، ما یه فیلم 2 ساعته داریم که این رو من در داخل همین صفحه این فیلم رو کاملا شیر میکنم، از زحماتی بوده که با یکی از همین آقایون اسرائیلی ما اون شب نشستیم و گفتگو کردیم. ببینید ته گفتگوی اینو من یک بارم عرض کردم، ته گفتگوی این آقا این بود که آقا ما منتظر مسیحیم که قرار تو ایران ظهور کنه. یعنی اینها سرزمین مقدسشون اسرائیل نیست، تا ایران میان اینها میرن با مردم به بیان ساده. حالا دکتر سروش مهراد تشریف میارن دقیقاً این جمله رو که چه کسی به چه کسی گفت رو میگن، چون من نمیخوام کذب در گفتارم باشه، ولی با صراحت به آذربایجان پیام میدن که ما باید که با شما همسایه باشیم، با جمهوری آران بادکوبه که اسم جعلی آذربایجان رو به خودش داده، به آنها میگوین که ما باید با شما همسایه باشیم. میبخشید میشه ببینید چجوری میخوام همسایه شن؟ و امشب کدبان سروش مهراد می آیند تا بنیاد پانترکیزم رو و بنیانگذاران پانترکیزم رو و آتاتورکی که برای بسیاری از دوستان حتی مقدس است رو به هموطنان ایرانی، من با عزیزان دیگه کار ندارم قبلشون کجا ایستاده، ولی با آتاتورک رو برای هموطنان ایرانی ما معرفی کنیم و دوستان هموطنان بشناسن که اصلا این تفکر عرض شود خدمت شما پانترکیزم از کجا میاد و چگونه شده است که این خاک بر سر مملکت ما شده است. در این رابطه من گفتگو نخواهم کرد، گفتگو متعلق به دکتر سروش. من منتظرم که ایشون تشریف بیارن، امیدوارم که زودتر به جمع ما بپیوندن. دمپایی، من یه پیغامم از همینجا میذارم، چون وقتی میگم دمپایی همه میدونن که کی رو دارم میگم.
کوروش جان هرگز رو به من دمپایی تو حواله نده، من با دمپایی ابری توی دهنت میزنم اگر یک بار دیگه در مورد چیزی که اطلاعات نداری اظهار نظر بکنی. این رو برای خودت میگم، چون خودت دوست دارم، میدونم انسان دلپاکی هستی و با نیت درست گفتگو میکنی و از روی دلنگرانی صحبت میکنی. هرگز دمپای ابری تو به سمت من هدف نگیر. نه من معتقد نیستم بانو الی، من معتقد هستم که هیتلر هم زائیده خودشونه. اگر با تفکرات صهیونیستی آشنا بشید خیلی خطرناکند. باور بفرمایید که من امروز دارم این رو به شما میگم، من هر چقدر این حقایق رو میگذارم کنار همدیگه به این نتیجه میرسم که هیتلر رو هم خودشون علم کردند و امروز 60-70 ساله که دارن دنیا رو به چپاول میکشند. هر کی هم بهشون حرف میزنه میگه آقا نکنید، میگه تو یهود ستیزی، تو هم طرفدار هیتلری. بابا یک سوال از شما میکنم، یک سوال از همه هموطنان میکنم. من الان میبینم دوست عزیزی اینجا تشریف دارن که در به حضور شما عرضم که یک پاره جدا افتاده از وطن ساکن هستن. از همینجا بهشون درود دارم و به تمام مردم نازنین تاجیکستان از همینجا درود میفرستم و این رو بدونن که مردم تاجیکستان، امیدوارم این رو بدونن که همیشه دل ما ایرانی ها با آنهاست و همیشه آنها رو هموطن خودمون میدونیم. ما مردم تاجیک رو هموطن خودمون میدونیم و ایران رو کشور آنها. به حضورتون عرضم که این آقای سروش هم تشریف نیاوردن دیگه، من فکر کنم که اگر تا 3 دقیقه دیگه به جمع ما اضافه نشن من بحثم رو ببرم سمتی که میخوام و بحث رو ببندم. درود دارم خدمت جمال الدین جان عزیز. امیدوارم که اتفاقی حادث نباشه. از این دست گفتار بسیار است. من گزیده گویی کنم و مطلبم رو در همینجا به انتها ببرم. من فکر میکنم که جناب مهراد باز هم برقشون رفته ظاهرا و بعید میدونم که ما بتونیم. بذار ببینم ایشون توی فیسبوک لایف هستند یا تشریف ندارن. اگه تشریف نداشته باشن که دیگه آروم آروم با شما دوستان گفتگویم رو ببندم. بله ظاهرا لایف هستن، تشریف دارن. جناب مهراد تشریف دارید اینجا؟ من حضور شما رو نمیبینم.
عجیبه. دکتر جان ما توی لایو منتظر شما هستیم. من شما رو چطوری چگونه پیدا بکنم؟ من توی اینترنت صف پنج وقتانه بله اکنون چند دو دقیقه از میگردم شما رو پیدا نمیتونم بکنم. اجازه بفرمایید توی صفحه‌ای که با هم دیگه سخن میگیم همون گروپ باکسمون، خب اگه ملاحظه بفرمایید اون بالا دومین پست صفحه رو شما ملاحظه میکنید، اونجا هستیم منتظر شما. بدرود. تشبیه نهی بودن دکتر سروش آقا. تهرانی جان من خیلی ساده خدمتون بگم موضوع بحث و گفتگوی من در اونجا شما بلاک شدید، بله تو صفحه شخصی من دیگه بلاک هستید ولی میتونید اینجا تشبیه بیارید و انتقاد بکنید. اونجا صفحه شخصی من دوست گرامی و موضوع گفتگوی من موضوع بسیار روشنی بود. من داشتم در رابطه با رضا شاه، محمد رضا شاه و به حضور شما عرضم که کودتای 28 مرداد صحبت میکردم و از واژه کبیر استفاده کردم به خاطر اینکه وقتی در مجلس ملی ایران لقب رضا شاه کبیر رو تصویب کردند، خب این نام کبیر برای اعلیحضرت باقی مانده. خب بعد شما یهو یه باره از در میایید میخواید به من ادبیات پارسی بیاموزید. خب دوست گرامی من خیلی عذر میخوام، برای شما هم احترام قائل هستم و معتقد هستم که شما چون سخنتون در محل مناسب گفته نشده منظور خاصی دارید، هدفتون برهم ریختن نظم گفتاره. کدبان بفرمایید در خدمتم. بفهمید دکتر جان. برای من این پیام میاد که باید توی اپ ببینم هر کاری هم میکنم میزنه لود نمیشه یا میره روی لود کردن ولی شوربختانه باز نمیکنه. یعنی شما داخل لایف نمیتونید تشریف بیارید؟ نمیدونم هر کاری میکنم نمیشه، باید چی کار بکنم؟ شما صفحه بنده رو لایک کردید کدبان؟ بله بله خیلی زمان زیادی است کار کردم. خب بس الان میرید داخل صفحه ملاحظه میفرمایید که اونجا لایف هست؟ بله بله. خب بعد لایف رو نمیتونید لود کنید؟ نه میزنه یا میزنه لود نمیشه
میشه اگه اشتباه نکنم، یا میزنه در حال لود کردنه، اما لودینگ، اما باز نمیکنه. چندی بار امتحان کرد، نمیدونم علت چی. فکر میکنم کدبان تمام ارتباطات اینترنتی دیگه ای که روی دستگاهتون هست رو قطع بفرمایید و سپس محبت بکنید تشریف بیارید داخل صفحه لایف. اونجا به هر حال حتی تو صفحه چیزی که بازه، من چیز باز ندارم که بخوام قطعش بکنم. خب ببینید، حالا نگاه کنید، ممکنه همین الان مثلا این اپتون بازه دیگه. درست خواهش میکنم، در خدمتتون هستم، استدام میکنم، خدا نگهدارش. بله به حضورتون. حالا دوست گرامی، شما اومدید اونجا به من میگید بگو بزرگ، بگو کبیر نگو. آخه دوست عزیز خیلی بد فکری نیستش جناب آرش. الان من نمیبینم که اینجا تگ. آها حالا تشریف آوردن دکتر سروش. من اد رو فرستادم، سروش رو هم آوردیم. به حال جناب آرش، من به عنوان دوست به شما این رو پیشنهاد میدم که دیگر دوستانتون رو به این روش زشت و زننده از خودتون آزرده نکنید، چون با این روش گفتار منتج میشه که انسان دوستاش آرام آرام ازش فاصله بگیره. دکتر جان در خدمتتون هستیم، خیلی سپاسگزاریم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. مثل اینکه خستگی طولانی در کردید. من ایزد رو منانم که این برق ارمنستان تونتون رفت. ما نتونستیم یه چند وقت شما رو داشته باشیم، ولی وقتی برگشتیم ما چهره خیلی شادابی از شما می‌بینیم. سپاسگزارم. من هم درود میگویم به شما کدوان خسروی گرامی و به هممیهنان میهن پرست در هر جای این جهان پهناور که هستند، و درود ویژه میگویم به اونهایی که دلشون برای ایران میتپه. و باور بفرمایید میدانم که به ویژه در این روزها آرامش و قرار از زندگیشون رفته و خواب آرام ندارند. دکتر جان، بحث و گفتگوی ما اینجا، من حقیقتش دو موضوع رو خودم داشتم که اون موضوع رو، دو موضوع رو در نبود شما جسارت کردم و گفتگو کردم در رابطه باهاش. اما مبحثی رو که شما دستور فرموده بودید که در لایو ما لحاظ منظور بکنیم رو هم من تیتر کردم، به اضافه که مبحث نقش صهیونیسم در تشکیل این گروه های پانترکیزم هست. درود دارم کوروش جان. گروه های پانترکیزم هست و عرشبه خدمت شما اتفاقاتی که داره رقم میخوره و حرف ها و حدیث ها و گفتمان ها. و من یه خواهش دارم دکتر جان، یک نگاهی هم به دریای انگلیسی شده مازندران هم بیندازیم. خواهش میکنم. اون که باور بفرمایید میان پرستان در این روزها از خواب و خوراک افتادند و چشمان همه رو اشکی کرده است و این یک شوربختانه. این ببینید تجزیه است، هوایی و خاکی و آبی هم نداره. یعنی وقتی که بخشی از این دریای که همیشه بخشی از ایران بوده و تا زمانی که قجرهای مغول تبار اون دو قرارداد ننگین رو به ملت ایران تحمیل بکنن، همیشه بخش زیادی از این دریاچه یا حتی میتوان گفت دریا در اختیار ایرانیان بوده. همیشه بخشی از کشور ما بوده و کوچک و کوچکتر شد سهم کشور باستانی ایران از این دریا، تا اینکه امروز هم این حضرات ایران ستیز
کعب پرست به راستی خود پرست و بیگانه پرست، این سهم به 11 تا 13، برخی هم میگویند به 15%، ولی به هر روی آن چیزی نیست که پیش از این در قراردادهای دهه حالا 20 و 40 صده 20 بسته شده. به هر روی این رو من به راستی به ملت ایران تسلیت میگم، جای تسلیت داره، جای به سوگ نشستن داره و به سوگ نشستن که همراه با خاموشی نباشه و در هر کجای این جهان که هستیم به ویژه در درون ایران باید مردم ایران اعتراض خودشون رو نشون بدن، به هیچ عنوان زیر بار این خفت و ننگ نرن که همانندی که امروز ما پوزش میخواهم این گونه میگویم تف میکنیم به در به قجرهای مغلتبار و اون ایرانیانی که شوربختانه کوتاهی کردند و در دوره قجری مغولی دست کم 1/3 ایران از میان رفت، پوزش میخواهم 2/3 ایران از میان رفت و ما امروز تف میکنیم به اونها، گونه ای نباشه که چند نسل آینده زمانی که این دوره رو به خاطر میارن نفرین بکنن و کوتاهی ایرانیان رو مایه ننگ بدانن. این خفت رو به جان نخریم، این خفت سنگینی است، ننگ بزرگی است، این رو نپذیریم از هر راهی که توانش رو داریم، از هر راهی. یک کسی شاید بتواند 1 کیلو بار رو برداره، یکی بتونه 50 کیلو، یا یکی بتونه 200 کیلو رو بر روی شونش بذاره، هر کس به اندازه توان خودش. هر کاری که از دستمون برمیاد کوتاهی نکنیم، این ننگ ننگ کوچکی نیست، این ننگ کم از دست دادن، این ننگ کم از دست دادن ترکمنستان و ازبکستان و تاجیکستان و افغانستان و پشتونستان و بلوچستان و پاکستان و بخش‌های کردنشین و قفقاز و اینها نیست، این ننگ کم از اون نداره. دقیقاً درست می‌فهمید. کرد به بحث دست داشتن صهیونیسم در تفرقه اندازی در بخشی از ایران شهر بین پشتون‌ها اشاره کردیم در بحث‌ها و گفتگوهای قبلی. امروز اومدیم روی آذربایجان، جایی که پانترک‌ها به کمک دولت جمهوری اسلامی و حمایت مافیای صهیونیسم دارن شلاق میزنند و اسب میتازند. جدبان در اینجا گفته بکنیم، در خدمتتون. خواهش میکنم. ببینید، من در برنامه های پیشین که همراه شما داشتم، برنامه های آموزنده تون، و این سربلندی و افتخار رو دارم که در برنامه شما میهمان باشم و یک بدون اینکه نام از کسی بیارم یک برنامه ساز، خواهش میکنم، امروز یک دیدم یک برنامه سازی که سرشناسم هست اومده در امروز، من اعلام کردم چند ساعت پیش که در برنامه شما مهمان هستم، من بسیار متاسف شدم، دلیلی هم نمیبینم نام بیارم چون این فرد رو بزرگ میکنم، دیدم نوشته به دلیلی که در برنامه شما مهمان هستم من رو بلاک میکنه و بلاک کرده. این ببینید بله دستشون درد نکنه، من سپاسگزاری میکنم از ایشون و این رو هم به بینندگان گرامی بگویم، این طرحی، این رنگی که من تنها جامعه‌ای که داشتم که نزدیک به رنگ پیروزه‌ای یا فیروزه‌ای باشد این جامعه بود، همراه با طرح صرف که یکی از نمادهای ملی یا میهنی، امروز به افتخار اون جنبش پیروزه‌ای یا فیروزه‌ای به تن کردم و این رو من خدمتتون عرض بکنم، پاسخ بدم به برخی از هممیهنانمون در این شاید 2 ماهی که من و شما پیرامون این مسئله جدبان بحث میکنید. نت ها رو چیز کنید لطفا، خواهشان روی تکسا نرید، من اصلا چیزی نمیبینم و اصلا کامنت نمیبینم. مسئله رو که دوستان اگر ممکنه از روی از لایک
از لایک زدن لطفا پرهیز بکنین. یه مقداری من احساس میکنم که موبایل جناب دکتر تو شرایط اینترنتی مناسبی قرار نداره که لایک های زیاد بره روی صفحه. ببینید مسئله اینجاست که شوربختانه افسون بر یورش هایی که در این دو ماه گذشته به من و شما شده، از بدترین ناسزاها رو که به ما گفتن، فقط به دلیل بیخ، یعنی چیزی رو ما از خودمون اختراع نکردیم، آن چیزی که روی داده رو اومدیم با گفتیم، بهش پرداختیم، بازگو کردیم و با تبار کسی ما به ستیز بر نخواستیم. یک سری رویدادهای تاریخی، یک کتابی رو من مثل این چه بگویم، ها پیام ناسزای پوشش کتاب مقدسشون رو آوردیم روخونی کردیم. بله، من این کتاب مقدس رو روخونی کردم. شما ببینید در این دو ماه گذشته ده ها مورد تهدید به قتل برای من ترین ناسزاهایی رو که نهاد خانواده رو هدف قرار میده برای من فرستاده شد، داری و پیام صوتی. هیچ فرقی این وحوش صهیونیست هیچ فرقی با انصار حزب الله کشان ولایت نداره. دقیقا همون خط فکری رو انجام میدن و در پیش میگیرن. و من گله دارم از برخی از هممیهنان، بسیاری افرادی که برخیشون رو من بسیار دوست دارم، بهشون احترام میذارم، برخیشون گفتن الان موقع این حرف ها نیست، که من شگفت زده میشم. چه زمانی؟ هر زمانی که کشور ما تکه پاره شد بشینیم چه کنم دست بگیریم. برخیشون هم گفتن اینگونه تو دشمن میذارم به نظر دوستان گرامی. اما دشمن تر ما داریم یه سری رویدادها رو، آیا ما باید حتما برای ما هم بیاد؟ خب مگه تجزیه یک جانور عجیب الخلقه است با نمیدانم از دهنش آتش در میاد یا نمیدانم شاخ و تک شاخ یا دوموسوم؟ ده ها کشور در این 150 سال گذشته تجزیه شدن. مگر کشور ما بارها تجزیه نشده؟ شما چرا فکر، چرا برخی از همیهنان ما گمان میکنن کشور ما امکان تجزیه؟ مگر عثمانی چگونه تجزیه شد؟ در ته یک کار مستمر، پروژه مستمر 150 ساله و بیشتر چند دههی، یهودیان و دنمه ها که یهودیان مخفی بودن و یهودیانی که به ظاهر اسلام آورده بودن، ترک هم. یه در باغ سبزی بهش نشون دادن به نام امپراتوری پانتورانیسم، امپراتوری توران و اندیشه پانتورانیسم، نه تنها به 70-80% متصرفاتش رو هم از دست داد. از چه طریق؟ با درگیری قومی، با درگیری دینی، درگیری زبانی. به همین سادگی. حالا ما بیایم امروز این رو بررسی نکنیم، ناراحت میشن. خب چه بگویم، ناراحت بشود. اصلا این مسئله مهم نیست. ما باید جانمون رو در راه میهنمون بدیم. من نمیدونم یک عده این سخنان از کجاشون، از چه منبع و سرچشمه و زاویه‌ای برمیاد. یک دو سه تنشون رو شاید بتونم توجیه بکنم که پشتیبانان مالی یهودی دارن، اما دیگرانی که دائمی ورته توی این دام افتادن و اصلا کوچکترین شناختی نسبت به دشمن، یعنی نمیدونم. من بارها اینو گفتم، ما باید با همه ملت‌های جهان روابط دوستانه داشته، دوستانه‌ای که بر پایه احترام متقابل باشه. ملت ایران یادش میمونه در این زمانی که ما زیر فشار خرد کننده آخوندهای دستاربند شیعه هستیم، چه ملت‌هایی در کنار ما بودن، چه ملت‌هایی آب به آسیاب جمهوری اسلامی ریختن. ما باید دوست و دشمنمون رو بشناسیم. نشناسیم که باید مانند ابلهان تاریخ رو هی تکرار کنیم، از یک سوراخ صد بار گزیده بشویم. آخه این که درست نه دانشی یا علمیه، نه حتی انسانیه.
پوزش میخوام، این رو میگم در مثل مناقشه نیست، یک جانورم اگر دو بار از یک جایی ضربه بخوره دیگه بار سوم نمیره سراغ اونجا. چرا ما اینقدر ساده انگاریم؟ چرا در یه سری از واژه‌ها گیر کردیم تا به یه چیزی پرداخته میشه؟ ده ها کامنت من پیام دریافت کردم آتیزیه. کار شما نژاد ستیزیه. آخه کدوم نژاد؟ هم میهنان گرامی من، یهودیان از ده ها تبار و نژاد گوناگون تشکیل شدن. امروز در اسرائیل خزرها که ترک تبارن زندگی میکنن، خزرهای یهودی تا یهودیان سیاپوست تا یهودیان شرقی تا یهودیان زرد و چشرنگی. ببینید من مسئله میدونم زمان خیلی نداریم، گفتم من زیاد دارم بگم، اینقدر هم سال و نامهای عجیب غریب ببینید من یه مطلبی رو خدمتتون بگم، یک بارم به این مطلب میخوام بازش بکنم. ببینید خز و سلجوک‌ها یا سلجوق‌ها طایفه از قزها بود که شاخه از ترکان قز بودن. اینها در تاریخ آمده است که اینها یهودی شدند و حالا سلجوق‌ها بعدن میان به سمت بخارا و سمت خارزم و اونجا از سوی ایرانیان با اسلام آشنا میشوند و مسلمان میشوند و بعدش هم که میرن به سمت جایی که امروز ترکیه نامیده میشه و اونجا روم شرقی رو با روم شرقی درگیر میشن و این جنگ، حالا نمیخوام وارد این موارد بشم، جنگ ملازگرد هست در 1000 اگه نادرست نگم، اینها مسلمان میشوند. اما و جنگ های صلیبی شدت میگیره، راه میفته و بعد شدت میگیره، اینها پای عیسویان رو از منطقه فلسطین کوتاه میکنن، دست اروپاییان رو. ولی خزرها اینها یهودی باقی میمانند و در سده 12 میلادی هم روسها فشار سختی به این خزرها میارن، خزرها رو منفعل میکنن، شکست میدن و این خزرها بیشتر میرن به سمت اروپای شرقی و در اونجا ساکن میشن و جامعه یهودیان شرقی رو شکل میدن. فردی، ما یک مورخ یهودی داریم به نام آرتور کستلر، ایشون میتونن دوستان این نامهایی رو که میگن بعدن یادداشت کنن، خودشون پژوهش کنن ببینن گفته های من درسته یا نادرست. این مورخ یهودی آرتور کسلر میگوید که تقریبا 90% یهودیان اروپا و آمریکا از تبار یهودیان ترک خزری هستند و ربطی به اقوام 12 یهودی که از نسل یعقوب هستند ندارند. شمار قابل توجهی از یهودیان اسرائیل تبار خزری ترکی دارند. حالا ما امروز هم این دریای مازندران و دریای کاسپیان و یا نامهای دیگری داشته که ریشم حتی نام اوستایی داریم ما برای دریای مازندران، این رو به نام خزر مینامیم و اصلا این کار زشتیه، نه تنها نادرسته. و ببینید اینها بعد در اروپا پراکنده میشن. من این مسئله رو مد نظر داشته باشن دوستان، ما هیچگاه یهودی ستیزی در ایران نداشتیم. یعنی اگه بعدها ایرانیان مسلمان شدن از منظر اسلام با غیر مسلمانان رفتار کردن، اون یک اجهاف و فاشیسم دینی بوده که منشأش اسلامه و یهودیان هم مثل زرتشتیان و عیسویان اهل ذمه حساب می شدن و باید مالیات دینی می دادن. من تنها به یک مسئله می خوام اشاره بکنم، من در یکی از برنامه هم این رو بیان کردم. ببینید جامعه یهودیان تقریبا از آغاز سده 11 میلادی پاشون به انگلستان باز میشه. و اونجا یک جامعه یهودی تشکیل میشه تقریبا از 1050 به بعد، 1050 میلادی. سال 1190 ببینید انگلیسی ها اصلا در طول تاریخ به یهود ستیزی شهره بودن، چیزی که ما ایرانیان هیچگاه بمون به این برچسب نمیچسبد. 1190 فقط در منطقه ویلز
100 تا 150 یهودی رو اینها تکه تکه میکنن. و در سال 1290 هم ادوارد یکم پادشاه انگلستان فرمان بیرون یاندن یهودیان رو صادر میکنه و خیلی هم جالبه موجوده که اونجا اعلام میشه فقط هر چیزی که یهودیان میتونن با دستشون حمل بکنن باید ببرن، یعنی بقیه رو باید بذارن، باید بذارن. تمام اموال اینها مصادره میشه و و خیلی از مواقع اینها رو با کشتی میبردن که یعنی کوچ بکنن یهودی ها. اون کشتی های انگلیسی اینها رو میبردن در جزیره های غیر مسکونی به دروغ پیاده میکردن که بگوین این مثلا اون این همون مکانیست که شما میخواهید. و برخی از این جزیره هم با جزر و مد آب با بالا اومدن سطح دریا زیر آب میرفته و اینا همه کشته میشدن. خیلی مواقع راهزنان و دزدان انگلیسی به اینها یورش میوردن به خاطر دزدیدن اموالشون و اقدام به کشتن یهودی ها میکردن. و در سال از سال 1290 تا سال 1656 یک یهودی حق نداشت پاش رو روی خاک انگلستان بگذاره. خب این دیگه نامش چی میتونه باشه؟ شما خیلی این رو به این صورت میشناسن که هیتلر یهود ستیزی رو در اروپا به این شکل سازمان یافتش آغاز کرده. شما ببینید تقریبا نزدیک به 400 سال یک یهودی حق نداشته پاشو روی خاک انگلستان. اصلا کشتار بزرگ 1492 معروفه در اسپانیا. 1497 همین مسئله در پرتغال شکل میگیره. بارها و بارها یهودیان ببینید یکی از دلایلی که یهودیان خواستن که از اروپا بیان بیرون و یک جایی رو پیدا بکنن و دست گذاشتن روی فلسطین همین مسئله کشتارهای پی در پی اروپاییان از یهودیان بوده و این تبعیض‌های غیر انسانی. یهودیان نمیتونستن کار دامداری یا کار کشاورزی بکنن چون اونها رو ناپاک و پلید و موذی به شمار می. خب این ایرانی‌ها بودن که یهودی ستیز بودن؟ نخیر. تاریخ اروپا پر است از این مسئله یهودی ستیزی و اجحاف و تبعیض در بر انگلستان. نخستین کشوری در جهانه که در سال 1218، یعنی حالا بهتره بگیم بهترین نخستین کشور اروپاییه که در سال 1218 یهودیان رو مجبور میکنه یک لباس مخصوص بپوشن. باز هم بسیاری از هممیهنان ما گمان میکنه این در آلمان نازی اتفاق افتاده. 100% که آن چیزی که در آلمان اتفاق افتاد یک نژادکشی ضد انسانی بود و یک حرکت راسیستی مشمئز کننده بر علیه یک سری انسان. اما این کار رو انگلیسی ها در سال 1218 باب کردند. 1846 این قانون رو لغو میکنن. یعنی شما ببینید از سال 1218 تا سال 1846 من این مطلب رو ایزه میفهمیم. کدبان خیلی عذر میخوام، اینجا یه مسئله خیلی مهمی هستش. من داشتم در رابطه با مطلب میخوندم جایی و یهو اصلا مغزم هنگ کرد. البته خارج میفته از بحث شما و حالا نمیخوام بحث شما رو از مسیر خارج بکنم، ولی کنی اینو اشاره میکنم چون الان که فرمودید دیدم که جای گفتنش هست. هیچ حرکت اجتماعی و سیاسی در دنیا بدون تفکر و بدون فلسفه امکان پذیر نیست، کما اینکه 39 سال مبارزه ملت ایران با دولت جمهوری اسلامی با فلسفه ها و یا نمیدونم دموکراسی و فلسفه نمیدونم اسلام خوب و اسلام بد و با فلسفه نمیدونم لیبرالیسم و هر کسی، ببینید این فلسفه ها چون متعلق به ما نبوده به شکست گراییده و در نهایت میبینید ملت ایران از داخل ایران به سمت فلسفه ایرانگرایی و به سمت فلسفه خودشون، فلسفه‌ای که متعلق به خودشون رو دارن، حرکت میکنن. میخوام یه سوالی از شما بکنم. بدیهی بدونید که حرکت
جنبش اجتماعی که جنبش ضد انسانی بوده توسط نازیسم، یک متفکر داشته، یک شخص که متفکر اون فلسفه نازیسم بوده و اون فلسفه رو نوشته و بر اساس اون فلسفه اینها حرکت کردن. اگه شما بفهمید که این شخص هم یهودی بوده، بعد کوتا میایید. مثل قضیه از شب خدمت شما که مارکسیسم میمونه واسه روسیه، که مارکسیسم هم مارکس هم یهودی بوده. خدا یه ذره آدم رو فکر کنه، چرا هر چیزی که جهان رو ویران میکنه و یک نابودی در پیش میاد، میبینید باز از اونی سرش برمیگرده تو همین مافیایی که ما داریم در موردش سخن میگیم. من فکر میکنم، من تصورم بر اینه که در پشت یک مظلوم نمایی عمومی قائم شدن، مثل اینکه ما اومدیم داریم تورات رو میخونیم، میگن دارن یهود ستیزی میکنن، ما داشتیم تورات میخوندیم، ما کاری نکردیم که تورات رو باز کردیم، شروع کردیم به تورات خوندن، درست؟ گفتن اینا یهود ستیزن، ضد یهودن، اسرائیل ستیزن، از این سخنها. خب من فکر میکنم که این با تأمل، یعنی من به این نتیجه میرسم چون خودم در مورد خودم این مسائل رو دارم، من میگم اصلا هیتلر رو هم خودشون علم کردند، یه مشت همکیشان خودشون رو هم به کشتن دادن تا امروز بتونن به دنیا به این صورت حکومت بکنن. دیگه واقعا کارهای شما جوک شده، هر کی به حرفی، به هر ایرادی که تو چشم با چشم دیده میشه بهتون میگه، میگه تو داری یهود ستیزی میکنی، زشته. کدبان خسروی گرامی یه مطلبی رو من خدمت شما و بینندگان گرامی عرض بکنم. هیچ کس از مادر مایل به بدی و مایل به ویرانگری و اندیشه بد زاییده نمیشه، تحت تاثیر آموزه‌های بد قرار گرفتن نتیجهش میشه متمایل شدن به ویرانگری. و چرا ما تنخ یا بخشی از اون تورات رو با هم بررسی کردیم؟ من منظورم تبار و نژاد یهودیان نیست. یهودیان خدمات بزرگی هم به بشریت کردن، در میانشان دانشمندان بزرگ و ارزشمندی هم بودن، اما این آموزه های توراته که این افراد رو به این روز میاندازه. شما ببینید وقتی یک نفر با جان و دل تورات رو مقدس میدونه، خب معلومه الگوش میشود موسی بن عمران، و که در اونجا چه میخواند که بله اگر کسی با شما جنگید و با شما که قوم برگزیده اید در افتاد، همه شان را بکشید، گاو و گوسفندانشان را هم بکشید، درختانشان را هم از ریشه درآورید. این آموزه های بده ما، جنگ ما امروز، پیکار و نبرد ما با همون آموزه های ویرانگره. وگرنه شما ببینید یک یهودی رو شما بردارید ببرید تو آمریکا، اصلا در یک خانواده‌ای که پیوندی با یهودیت هم نداشته باشه، انسان‌های بسیار خوبی هم باشه، ببرید اونجا که تحت تاثیر، یا اصلا در یک خانواده یهودی این فرد روش کنه که باورهای دینی، باورهای یهودی، باور مذهبی ندارن، خب اون فرد اصلا پیروی اندیشه نخواهد، اصلا ربطی این مسائل به نژاد و تبار ندارد. هر کسی این موارد رو به نژاد و تبار ربط بده، نژاد ستیزه، راسیسته. مسئله آموزه های بده. ببینید من هم با شما هم در این قضیه کدوان، من معتقدم، امیدوارم ایرانی داشته باشیم در اون کتبی که در آن ترویج خشونت میکند، مانند اسلام و مانند کتب یهودیت رو واقعا ممنوع کنن ترویجش. من هم بر این باورم ما بس این همه زجری که کشیدیم در این 1400 سال گذشته، من هم اعتقاد دارم اینجور کتاب ها باید ممنوع بشن به دلیل ترویج انسان ستیزی، خشونت، کشتار، جنگ، درگیری. و ببینید این بزرگترین، ما چرا وقتی تعریف میکنیم، شما ببینید در انگلستان، در افکار عمومی انگلستان، من اینجا نوشته دارم، یهودیان به عنوان افرادی ضعیف، موذی، زن صفت و ترسو شناخته می شدن. چرا آخه؟ به چه دلیل؟ چون یهودی بودن؟ خب این کار یعنی راسیست. شما ببینید یهودی ها مجبور بودن برای که یه ذره آرامش پیدا کنن در انگلستان،
نامهای خانوادگیشون رو به نامهای انگلیسی تغییر بدن که اینقدر زیر فشار نباشن. بعد به دلیلی که اینها رو آدمهای موذی و ترسو و زنصفتی میدونستن، این اصطلاح من نیست، این اصطلاحی که برای این یهودیان بیچاره بخت برگشته انگلستان به کار برده میشده. یهودیان وارد ورزش میشن و به ویژه به ورزش بوکس روی میارن. شخصی یهودی به نام هارولد آبرامز معروفترین ورزشکار در انگلستان بود که توانست طلای المپیک رو به دست بیاره و به خاطر همین کاری که آبرامز انجام داد، از فشاری که روی جامعه یهودیان در انگلستان بود کاسته میشه. اینها فاجعه است، این ننگ بشریت. شما بیان یک جامعه رو به یک جامعه توهین بکنید. من امیدوارم عزیزان هممیهن یهودی ما درک بکنن سخن ما پیرامون چیست. ما حتی ما ایرانیان، حتی اگر یک فرزند ایران زمین هم با میهنش قهر بکنه و به اندیشه های ایران ستیزانه روی بیاره، ما سوگوار اون از دست دادن این فرزند خواهیم شد. امیدوارم درک بکنم. بریم سراغ نقش صهیونیست در زایش باور اینا رو من خدمتتون گفتم. ببینید چیزی که من میخوام عنوان بکنم مسئله یهودیان مخفی است و یهودیان در عثمانی است. چرا این موارد رو گفتم؟ ببینید بعد از این کشتارهایی که انجام شد، به ویژه کشتارهای دهه 15 میلادی، صدها هزار یهودی از اروپا سرازیر شدن به سمت عثمانی. عثمانی هم اینها رو با آغوش باز پذیرفت، چون میدونست در میانشون پزشک، معمار، در میانشون متخصص بسیار زیاده و قانون هم در اسلام بود که با اینها به عنوان اهل ذمه برخورد بشه، مالیات دینی بدن و برخورد نژادی و برخورد تباری به این شکل نمیشد. و یهودیان هم با توجه به اون فشاری که روشون در اروپا بود، اون شرایطی که اون هم غیر انسانی بود ولی درجه غیر انسانیتش بسیار کمتر از اون چیزی بود که در اروپا داشتن، با آغوش باز میپذیرفتن که بیان در عثمانی ساکن بشن. اصولا هم در عثمانی برای اینها یک واژه وجود داشت به نام دنمه. دنمه به یهودیانی گفته میشه که وارد اسلام شدن، اسلام پذیرفتن، به ویژه در سده 17 هم. در سده 17 هم و بسیاری از اینها هم برای اینکه یه مقدار شرایط بهتر جامعه به دست بیارن. و اون تبعیضایی هم که در جامعه عثمانی بر ضد غیر مسلمانان موجود بوده، اینکه امکان رشد نداشتن، امکان رفتن به درجه داشتن، مالیات دینی بر پایه قانون اونهای قوانین اسلامی نجس شمرده می شدن، از شر این قوانین غیر انسانی خودشون رو خلاص بکنن، به ظاهر مسلمان می شدن. بسیاری از اینها هم در خانه های خودشون و در خفا، در به گونه پنهانی پیرو آیین یهود بودن، ولی در ظاهر بسیاریشون هم دو نام داشتن، یک نام اسلامی داشتن برای بیرون از خانه و در درون خانه نام دیگری داشتن و اون به اون نام دینی یهودی نامیده می شدن. ببینید اینها فرقه های مختلفی هم داشتن. یکی از معروفترین چهره های اینها فردیه به نام شبتای زوی که در سده 17 هم که ادعای مسیح بودن هم کرده. ببینید این جریان منجیگرایی تنها مختص شیعیان نیست، این در آیین یهود هم، در مذهب یهود هم موجود، اعتقاد به آمدن مسیح و خلاص کردن یهودیان از گرفتاری و شر و بدبختی و نجات دادن یهودیان. در سده شبتای زوی در سده 17 هم این فرد پیروانی داشته و فرقای مختلفی هم داشتن. از فرقاشون میتونم به فرقه اسمرلی اشاره بکنم، به فرقه ژاکوپی ها که و فرقه کارکاشی که توسط فردی به نام برچیار روسو که مشهورم بوده به نام عثمان بابا توسط این پایه‌گذاری میشه و این افراد حتی در لهستان هم این کارکاشی ها بسیار فعال بودند
و در منطقه سالونیک هم همینطور، سالونیکا و همچنین در قسطنطنیه که بعدها شد اسلامبول و سپس استانبول شد. و عموما همونطوری که گفتم دنمه به یهودیانی گفته میشه که حتی به ظاهر اسلام پذیرفتن. این افراد هم پست‌های مهمی رو به دست آوردن، در بخش تجارت بسیار فعال بودن، از لحاظ مالی بسیارشون در وضع بسیار خوبی به سر می بردن. و همین گروه یهودیان مخفی یا دنمه‌های عثمانی هن که در سال در ایجاد گروه ترک‌های جوان و کمیته اتحاد و ترقی و انقلابی که در سال 1908 به وجود میاد نقش بسیار مهمی در ترکیه دارن و سپس دونستن که حالا این به این هم خواهم پرداخت، در سال 1918 برای همیشه امپراتوری عثمانی رو از هم بپاشانند و نابودش بکنن. اون هم بر چه اساسی؟ همون گونه که گفتم بر پایه ایجاد اختلافات قومی، تباری، نژادی، زبانی، دینی و فرهنگی. یعنی این کارها رو کردن ترک‌ها و عرب. دقیقاً کاری که امروز داره در ایران میشه. و ببینید این به خزرها من اشاره کردم. خزرها خدمتتون گفتم که در سده دوم بعد از که روس‌ها چندین بار شکستشون میدن و اونها رو مزمل میکنن در اون بخشایی که روسیه زیر در دست روسیه بود، اینها میروند به اروپای شرقی و اینها هم به دلیلی که یهودی بودن و بر پایه نوشته های تورات باور داشتن که اسرائیل بزرگ باید تشکیل بشه، باید به سرزمین موعودشون برگردن. و یکی از معروفترین افرادی که در میان اینها ظهور میکنه فردی به نام سلیمان دوژی که اعلام میکنه به یهودیان که وقت اون رسیده که طبق وعده یهوه ما به سرزمین موعود برگردیم. اما در اون تبلیغاتی داشته زیاد موفق نمیشه. یعنی شما ببینید سده ما داریم درباره سده دفتگو میکنیم، سده 12 تا سده 20 که کشور اسرائیل تشکیل میشه 700-800 سال فاصله است، 800 سال فاصله داریم تا اون زمان. مسیح بازی، یعنی که خودشون رو مسیح معرفی کردن و تبلیغ بازگشت به سرزمین موعود، از میان یهودیان ترک مغول تبار خزری آغاز میشه، اونطوری که تاریخ نشون میده. و این فرد موفق نمیشه، حدود 20 سال بعد از این نهضتی که این یهودی مغول تبار خزری به راه میاندازه، فرد دیگری ازروی، این داوود ازروی هم که بهش لقب مسیح داده بودن، خودش رو آغاز میکنه در میان خزرها. و خیلی جالبه که این نهضت بعدن میاد کشیده میشه به درون مناطق کردنشین، میاد به درون مناطق کردنشین در میان یهودیان که تو مناطق کردنشین زندگی میکردن. ولی خب خاخام ها در برابر اینها به شدت مقاومت میکنن، حکم به تکفیرش میدن، بعدش هم این فرد رو در خواب میکشن. یکی از مشهورترین افرادی که در ترکیه در عثمانی به عنوان یهودی دونمه شناخته میشه نام سابوتای سوی که در از سال 1627 تا 1676 زندگی میکرده. این فرد در بخشهای غربی عثمانی زندگی میکرده. این هم ادعای مسیحیت میکنه، مسیح بودن میکنه، ادعا میکنه که مسیحه. یعنی شما ببینید تا الان ما دست کم در این برنامه نام سه تا مسیح رو آوردیم، یعنی سه نفر یهودی خزری که ادعای مسیح بودن کردن. این فرد رو میگیرن، دولت عثمانی میگیره با اعتراض خاخام ها، این رو میگیرن میندازن زندان، تو زندان هم ادعا بودن. ولی خب در سال 1666 در برابر محمد چهارم و اعضای اسلام رو میپذیره و بهش لقب عزیز افندی هم به دو گروه تقسیم میشن. برخی به پیروی از همین سابوتای سوی مسلمان میشن، برخی دیگر هم
تشکیل فرق گروهی رو میدن که به عنوان دقیقاً به عنوان دونمه یا یهودیان مخفی، یعنی افرادی که کاملاً ظاهری اسلام آوردن، به مسجد میرفتن، روزه میگفتن، برخیشون هم حتی به حج میرفتن، ولی در باطن اینها یهودی بودن و مراسم یهودی رو در خونه هاشون انجام میدادن. و اینها همیشه، میخوام این مطلب رو بگم، بر پایه آموزهای تورات همیشه این قصر رو داشتن، یعنی حتی اینها این مسئله رو راز نمیکردن که عثمانی به اونها پناه داده، به شدت دنبال این قضیه بودن. سالها هم اینها برای این کار، یعنی میتونم بگم چندین سده تلاش کردن، چندین سده تلاش کردن. و این همین آقای سابوتای سوی جز اون یهودیانی بوده که از اسپانیا تا اونجایی که من میدانم کوچ کرده بوده. یعنی ببینید سرازی، امروز هم من در برنامه پیشین اگه نادرست نگم خدمت شما و بینندگان گفتم، امروز هم یعنی در تقریبا سالی دست کم 30,000 تا 40,000 یهودی از اروپا داره به، شاید هم بیشتر، داره به سمت اسرائیل میاد. چرا؟ چون دوباره از کشورهای اروپایی بوی راسیسم میاد، بوی فاشیسم میاد، بوی شوونیسم میاد. به همین دلیل دوباره دچار ترس شدن و ده ها هزار یهودی سالیانه برمیگردن به اسرائیل، بخاطر که دیگه نمیخوان دوباره تومه یک هولوکاست دیگری بشوند مانند آن چیزی که در زمان هیتلر روی داد. ببینید عثمانی ها در اواخر دوره امپراتوریشون در که به سلطان سرخ معروفه یا عبدالحمید خونخوار، اونجا این اصلاحاتی، دست به اقدامات و اصلاحاتی زدن. بخشی از این اصلاحات به صورت گسترش اندیشه های پان اسلامیستی بود که بگوین همه مسلمانان با هم برابرند و همه مسلمانان باید بر علیه استعمار اروپایی قیام بکنن، و بخشیش هم به صورته که بعدها به صورت پان عثمانیست، یعنی آمدن یک موارد اصلاحی به وجود آوردن که هر کسی در عثمانی زندگی میکنه و تبعه عثمانی هست باید از حقوق مساوی برخوردار باشه. اما ببینید این مسئله خیلی مهمه، اما این قضیه خطر بود برای اندیشه صهیونیسم، برای بازگشت یهودیان به سرزمین موعودشون و تشکیل اسرائیل بزرگ. شما ببینید اگر اصلاحات انجام میشد در عثمانی و اون اصلاحات میتونست به لایه‌های مختلف جامعه رسونه و اون جامعه این تغییرات رو ببینه، با آزادی بیشتری نفس بکشه، از یه فروپاشی عثمانی به وجود نمیومد. در سال 1861 عبدالمجید در میگذرد و اون اصلاحاتی هم که عبدالمجید و عبدالعزیز آغاز کرده بودن به نتیجه‌ای نمیرسه. و ببینید بارها اینها سعی کردن با عبدالمجید وارد مذاکره بشن، یهودی‌ها، دونمه‌ها، یهودی‌های اروپایی و یهودیان عثمانی، و حتی تئودور هرتسل رو هم میهنان ما میشناسن که بسیاری اون رو به عنوان بنیانگذار اندیشه صهیونیسم میشناسن، در حالی که اصلا همچین چیزی نیست و پیشتر از اون همین اندیشه بوده و امروز هم شاید برای نخستین بار در این برنامه گفته شد و بهش پرداخته شد که اصلا این اندیشه، آغاز این موج بازگشت و تمایل به بازگشت در سده 12 میلادی بوده، نه در سده 19، در پایان سده 19، و این در میان خزرها شکل میگیره. ما حداقل 2-3 فردی که خودشون رو مسیح میدونستن در میان خزرها داشتیم که ظهور کردن ولی خب سرکوب شدن. ملاقات تئودور هرتسل با سلطان عثمانی در سال 1896 هم نتیجه نمیده و اون راضی نمیشه که یهودیان به فلسطین بازگردن. در ببینید تا قبل از تشکیل کنفرانس صهیونیستا در 1897 در شهر بال سوئیس، اقدامات رهبران جنبش صهیونیست که یکی از مشخصترین اقدامات پیشنهاد پرداخت میلیون ها لیره استرلینگ بوده به سلطان عثمانی، هم نتیجه نمیده. حتی این تئودور هرتسل در سال 1897 متوسل می شود به
سفیر آلمان و سفیر آمریکا که میانجیگری بکنن و سلطان عثمانی رو راضی بکنن که اینها بتونن بازگردن. اما باز هم این قضیه نتیجه نمیده. یهودیان سپس یهودیان صهیونیست‌های سرشناس جهان تصمیم میگیرن یک فردی رو انتخاب بکنن که بره با عبدالمجید ملاقات بکنه و این سلطان عثمانی رو راضی بکنه در سال 1901. اینها رو من دارم بسیار به صورت خلاصه میگم. ما چند دقیقه دیگه وقت داریم؟ کدوان خسروی گرامی، چند دقیقه دیگه از وقت برنامه باقی مونده؟ کدوان، من حقیقتش دارم دقت میکنم به این که صدای شما نه، چند دقیقه دیگه از وقت برنامه مونده، پوزش میخوام، استدام میکنم. ما 18 دقیقه دیگه برنامه مون ادامه داره کدوان. خب من اینا رو بسیار باید به صورت خلاصه بگم. ببینید، یهودیان صهیونیستا در سال 1901 فردی رو انتخاب میکنن برای ملاقات با عبدالمجید به نام امانوئل قراسو. این فرد به سلطان، البته خب موفق به دیدار نمیشه، ولی پیشنهادی که برای سلطان داشته پرداخته و خود این امانوئل قراسو هم یکی از یهودیان دونمه یا به ظاهر مسلمان شده بوده از منطقه سالونیک که پایگاه های خودشون رو در سالونیک در اختیار جمعیت اتحاد و ترقی برای انجام جلسات سری و مخفی داشتن بر علیه عثمانی. شما ببینید، دقیقا به این توجه بکنید، همزمانی که اینها در حال راضی کردن سلطانهای عثمانی برای واگذاری فلسطین به یهودیان و کوچ دادن یهودیان از اروپا به فلسطین بودن، در کنارش در حال ایجاد آره همین آنوسی، البته آره دیگه، آنوسی منظور یهودیانیه که به اجبار مجبور میشن دینشون رو تغییر بدن، نه با اختیار، نه با طیب خاطر، نه با میل و رغبت خودشون. ببینید این آقای خیلی خیلی مسئله جالبه، این رو خواهش میکنم دقت بفرمایید هم میهنان. همزمانی که داشتن با سلطانهای عثمانی مذاکره میکردن برای اینکه بتونن فلسطین رو بخرند، در کنارش هم در حال تشکیل گروهی به نام اتحاد و ترقی بودن برای اینکه بتونن عامیانهای عثمانی رو کله پا بکنن. یعنی خب این بین ما یهو کدوان رو از دست دادیم. بذارید ببینم تشریف دارن. پوزش میخوام، قطع شد. بله، به این مسئله میکنم توجه خواهش میکنم به این مسئله خواهش میکنم توجه بفرمایید که همزمانی که داشتن برای خرید فلسطین مذاکره میکردن، در کنارش داشتن تشکیل گروه های شوونیستی فاشیستی میدادن که الان من به ریشش هم اشاره میکنم. یعنی دو گزینه رو داشتن پیش میبردن، یا به خواست ما تن میدین یا باعث فروپاشیتون خواهیم شد، به همین سادگی. که من میگم ریشش امروز در کجاست. ببینید این آقای امانوئل قراسو که خودشم از یهودیان از دونمه ها بوده، دونمه ها یا یهودیان مخفی به ظاهر مسلمان شده، پیشنهادی که برای سلطان عبدالمجید داشته چه بوده؟ پرداخت 33 میلیون لیره طلای استرلینگ بدهی عثمانی رو بدن، یک ناوگان دریایی 120 میلیون فرانک طلایی به ارزش 120 میلیون فرانک طلا تقدیم عثمانی بکنن، پرداخت وام به مبلغ 35 میلیون لیره طلا در ازای آزادی ورود یهودیان به فلسطین و مختار کردن یهودیان به ایجاد متصرفات در آنجا. پاسخ عبدالمجید به اینها چی بوده؟ گفته از سرزمین فلسطین به ترک‌ها تعلق ندارد، سرزمین فلسطین به ترک‌ها تعلق دارد، ببخشید، سرزمین فلسطین به من تعلق ندارد، به ترک‌ها تعلق دارد و از آن مردم ترک است. من نمیتوانم حتی یک وجب از این سرزمین را بفروشم. سلطان عثمانی
ببینید وقتی که اینها دیدن که نه دیگه این اینها قابل خرید نیستن، هر چه بالاترین پیشنهاد رو هم دادن برای فروش فلسطین امکانش موجود نیست، تو شروع کردن یک کمیته‌ای به نام اتحاد و ترقی رو تشکیل دادن، گروه ترکای جوان رو که گروه کاملا شوونیستی فاشیستی است تشکیل دادن، از طریق نویسندگانی، کسانی که در زمینه زبانشناسی، تاریخ، فرهنگ فعال بودن، اینها آغاز کردن به ایجاد تفرقه های قومی، زبانی، تباری، نژادی در درون عثمانی و یک ناسیونالیسم راسیستی تندرو رو در درون عثمانی به نام پانتورکیسم، این رو ایجاد کردن و این رو رواجش دادن. ببینید دونمه های منطقه سالونیک بیشترین حضور رو در این همین کمیته های اتحاد و ترقی و ترکای جوان داشتن و تمام اینها هم هماهنگ با یهودیان عثمانی و یهودیان اروپایی انجام می گرفت. و اینها رو بذارید من یادداشت کردم اما مختصر بگم، یعنی اینها از طریق زبانشناسی، جامعه شناسی، تاریخ، دین شناسی آغاز کردن به ایجاد تفرقه. یعنی وقتی دیدن دیگه این افراد رو نمیتونن، این دشمن رو یک دشمنی برای خودشون ساخته بودن. یعنی چی؟ یعنی ما میخوایم بازگردیم امپراتوری عثمانی، باب عالی یا خلیفه نمیگذارند که ما بازگردیم به فلسطین، پس این دیگه در مقام دشمنه، یعنی به باور صهیونیسم، اگر کسی با من همراه نیست پس علیه منه. و به همین دلیل دو گزینه موجوده، یا باید اینها دست از دشمنی بردارند یا باید فرو پاشیده بشوند و مزمحل بشوند. ببینید یکی از کسانی که بنیانگذار ناسیونالیسم راسیستی پانترکی میشه یا ناسیونالیسم راسیستی ترکی که همون پانترکیسمه، آرمینیوس وامبریه که فرزند یک یهودی مجارستانیه و بسیار هم در این زمینه فعال بود، این آقای وامبری سالها بیشتر عمرشو در عثمانی گذرونده بود و به آسیای میانه سفر میکنه. دلیل سفرش بسیار جالبه. ببینید یک یهودی به ویژه یک صهیونیست بر پایه باورش به تورات خودش رو یکی از قوم خودش رو قوم برگزیده میداند و قوم برتر میداند، اما این آقا سفر میکنه به خاورمیانه و به آسیای میانه پوزش میخوان برای اینکه یگانه بودن نژاد ترکان عثمانی با ترکان آسیای میانه رو به اثبات برسونه. مقاله و کتاب‌های بسیاری هم در این زمینه داره و این جز نخستین افرادی است، یعنی میتونم بگم نخستین فردی است که میاد یک نقشه برای امپراتوری توران بزرگ یا امپراتوری پانترکیستی میاد یک نقشه میکشه، یک نقشه درست میکنه و مرتباً این ترک ها رو باد میکنه که شما توان شما فرزندان چنگیز هستید، شما سرافرازان تاریخید، شما میتونید از اروپا یعنی از بخشای اروپایی ترکیه تا چین رو در اختیار بگیرید. و بخشی از سخنش رو میخونم خیلی جالبه، شما ببینید میگوید امپراتوری عثمانی با عناصری چون آناتولی ها، آذربایجانی ها، ترکمن ها، ازبک ها، قرقیز ها، تاتار ها می تواند یک قدرت عظیم ترکی به پا خیزاند و امپراتوری بهتر قادر خواهد بود با رقیب شمالی خود یعنی روسیه دست و پنجه نرم کند. یعنی شما ببینید نام آذربایجانی ها که کاملا ایرانی تبارند رو میاره، یعنی شما ببینید اینجا برای اندیشه صهیونیست دوست و دشمن معنی نداره. هر کسی که فکر بکنن مزاحمه رسیدن به اهدافشونه زیر پا باید له بشه. یعنی مهم نیست بخشی از همینطوری که امروز نزدیکترین رابطه رو این صهیونیست ها با دولت شوونیستی راسیستی ایران با نام جعلی آذربایجان دارن و بسیار هم نزدیکن و شوربختانه اسناد و مدارکی موجوده که قابل رد کردن هم نیست که زمانی که به وسیله نیروهای ترکیه‌ای و نیروهایی که در درون ایران هستند، پان ترکیست های ایران
در منطقه ارام که امروز با نام جلی آذربایجان نامیده میشه، دست در سال 1918 دست به کشتار ارمنیان زدن و در این کشتار شوربختانه صهیونیست های منطقه ارام که با نام جلی آذربایجان هم در این کشتار دست داشتن و کمکشون کردن. یعنی شما ببینید همراهی دو عنصر پانترکیزم، یعنی اصلا این پانترکیزم رو خود صهیونیسم ایجاد کرده و هر جا هم که نیاز بوده به کمکش آمده. دومین فرد یهودی هم که میتونم نام ببرم لئون کاهن فرانسویه. این آقای وامبری هم که جاسوس انگلیس بوده، جاسوس انگلستان بوده و برای وزارت امور خارجه انگلستان کار میکرده و این کاملا به تمام معنا یک جاسوس بوده. لقب شوالیه هم بهش داده میشه، لقب سر بهش داده میشه، مدال میگیره به دلیل خدماتش به دولت فخیمه و به دلیل به جان هم انداختن انسانها و پراکندن اندیشه‌های راسیستی. به آقا مدال هم میدن، ازش تقدیر هم میکنن، با یه حقوق بالایی هم بازنشستش میکنن. در لئون کاهن رو داریم، از سال 1841 زاده شده، 1900 هم مرده. نوشته ها و گفتارهاش بیشتر الهام بخش گروهش راسیستی و فاشیستی ترکای جوان بوده، همین ترکای جوانی که با کمک همین و همراه گروه کمیته اتحاد و ترقی کتابی داره به نام مقدمه‌ای بر تاریخ آسیای میانه که توسط فردی به نام نجیب عاصم هم ترجمه شده. شما ببینید این لئون کاهن و این آرمینیوس وامبری و حتی فرد دیگری که به اون هم اکنون خواهم پرداخت به نام لوملی دیوید، اینها هر کتاب و مقاله‌ای نوشتن سریعاً به زبان عثمانی ترجمه شد و در اختیار افکار عمومی ترکیه قرار داده شد که بتونن این سم پانترکیزم رو به لایه‌های مختلف جامعه تزریق بکنن. اصلا در عثمانی ما چیزی به نام پانترکیزم نداشتیم. اصلا شما وقتی در تاریخ عثمانی رو بررسی میکنی، من پوزش میخوام از کسانی که خودشونو ترک میدونن، اما واژه ترک واژه توهین‌آمیزی بوده. کسانی که تاریخ عثمانی رو بررسی میکنن این رو به خوبی میدونن. ترک واژه ترک ناسزا بوده. یعنی پوزش میخوام. کدبان سروش اگر ممکنه یه بار از صفحه برید خارج شید و دوباره تشریف بیارید. منصور سال این آقای بابایان پرگفت کیس پناهندگی، یعنی واقعا من در تعجبم. اینو دیدم که ایران رو به این رسیدانه شونده سیسان بوده. جناب رامی من با شما هم عقیده نیستم، فکر نمی کنم که فقط اسلام بوده. من معتقدم که دست در دست مافیای صهیونیسم اسلامیون، فرقه خاصی از اسلامیون ایران رو به این روز نشوندن. خدا رو از شما بوده. بله اگه بی سواد هستن چه اومدیم تو سیروس اشهر لایو برید. بله خب که یهود ستیزی نداشتیم در ایران، انگار آقا شما ثابت هستیم. بله شما آقای سیروس خان من دیگه واقعا رفت. من حقیقتش حسن این چیز اینه که دوستان من حتی اگر بدترین بیادبی ها رو کسی در این لایو بکنه عهد بستم در این صفحه به هیچ عنوان این بیادبی ها رو حذف نمی کنم.
تا ماهیت و شخصیت افراد و کسانی که میان و بی‌ادبی میکنن مشخص بشه. اینجا دیگه صفحه شخصی نیست، صفحه عمومیه. بذارید همه دوستان بدانند که کسانی که به ما میپردازند با مدرک و سند نمیپردازند، به فحاشی میپردازند. کسانی که ما رو نقد میکنند با دلیل و منطق به ما نمیپردازند، با بی‌ادبی و بی‌تربیتی میپردازند. من خوشحالم که ادوان ادامه بدیم. بفهمید در خدمتتون هستم شنوندم. خواهش میکنم. ببینید من بحثم بر سر چیز، امروز ما در کشورمون مشکل پانتورکیزم رو داریم. این همین مسئله که در عثمانی پیاده شده امروز داره در کشور ما پیاده میشه. این شعارهای مرگ بر فارسی که تو ورزشگاه میشنوید، اینها رو جدی بگیرید. اینها رو نیان برخی از دوستان بگن نمیدونم چهار تا آدم منحرفند و چهار تا اینا انگشت شمارن. نه، از این خبرها نیست. در عثمانی هم با همین چهار نفرها، پنج نفرها، ده نفرها آغاز شد. شما ببینید سه تا یهودی که یهودی صهیونیستی که باور به اینکه قوم برتر هستن، میان زندگیشون رو میذارن که نشون بدن ترک‌ها نژاد برترن. آخه این خنده‌دار نیست؟ این آقای لئون کاهن در کتاب مقدمه‌ای بر تاریخ آسیای میانه خودش اصلا تمجید میکنه از مغول‌ها. مغول‌ها کارشون چی بود؟ کارشون کشتار و غارت بود. شما ببینید یه فردی حق داره، چون کاری که مغول‌ها کردن در تورات نوشته شده. می‌فرمایید؟ دقیقاً، اونا هم سبک کاریشون همون بود، از زن و مرد و پیر و جوان و همه رو می‌کشتن دیگه. و مگه در نیشابور صدها هزار ایرانی رو به همراه هر جانوری که در اون شهر بود کشتار نکردن؟ بذارید که من یک کلامی رو بی بهانه بگم. اجازه می‌فرمایید؟ بذارید من خیلی راحت تکلیفمو با خیلی عزیزان در رابطه با آیین این تفکر و اون دست نوشته هایی که ما به اسم کتاب مقدس برای شما بازخونی کردیم بگویم. اینجا خیلی مهمه، خواهش میکنم دقت بکنید. محمد مکی رو، محمد انسان بسیار منفوری است نزد مردم ایران. بخواد وقتی تاریخ اسلام رو خوندن مردم ایران در این 39 سال تازه متوجه شدن که بابا این چیزی هم که بهش اعتقاد داشتن همچی چیز توفیعی نبوده و چقدر بده. ولی محمد مکی رو چه کسی محمد مدنی کرد؟ قرآن مکی رو چه کسی قرآن مکی کرد؟ دزدان یهود یثرب. بذارید ما با هم بی‌تعارف سخن بگیم. محمد پس از هجرت، محمد همپا با دزدان یهود یثرب بود و اتفاقا ماجرای حمله به قبایل و کشتارها و دزدی کردنها و قافله گیریهای محمد و زنان و بچه های مردم رو به عرض شب خدمت شما اسارت بردن، از زمانی که رفت با دزدهای محمد، رفت با دزدهای یهودی یثرب هم پیمان شد به اسم انصار، این ماجرا اتفاق افتاد. شد محمد شد اون واقعی که، اون پدیده ای که جهان میتونه به شرم کنه. شنونده هم فرمایشتون رو بذار دیگه حرف آخر رو بزنم. خواهش میکنم زنده باشید. اینا رو من خلاصه بگم چون زمان نداریم، مطلبی رو هم باید بهش بپردازم. سومین شخص هم آرتور لونلی دیوید از سال 1832 تا 1911، یک یهودی انگلیسی. پس شما ببینید پانتورکیز سه پدر داره: یک یهودی مجارستانی آرمینیوس وامبری، دو یک یهودی فرانسوی لئون کاهن یا کوهن، سه یک یهودی انگلیسی به نام آرتور لوملی دیوید. این فرد هم در نوشتهاش عنوان میکنه که ترک‌ها نسبت به ایرانی‌ها و عرب‌ها و دیگر ملت‌های شرق نژاد برترن و اینها بودن که فرهنگ و امپراتوری جهانی ایجاد کردند. و در کتابی داره به نام قواعد زبان ترکی به همین قضیه اشاره میکنه و مغولها رو پدید آورندگان تمدن جهانی معرفی میکنه. شما ببینید دیگه بیشرمی تا به چه اندازه. پس این فرد، دوستان نیان بگن صهیونیست در پایان سده
19 و آغاز سده 20 به وجود اومده. نخیر، این صحبتایی که ما داریم برای شما میکنیم این از سده 10 و 11 آغاز شده. یهودیان به دلیل فشارهایی که ببینید، یهودیان در سال 1190 در انگلستان کشدار میشن، در 1290 از انگلستان اخراج میشن، اموالشون به تاراج میره و 400 سال اجازه پا گذاشتن رو خاک انگلستان رو نداشتن. یهودیان اسپانیا در 1499 قتل عام میشن و یهودیان 1492 و یهودیان پرتغال هم در سال 1497. یهودیان از سده های 10 و 11 به بعد زیر بدترین فشارها بودن، برای همین مجبور شدن فرار کنن، بیان به این سمت، به سوی شرق بیشتر گرایش پیدا بکنن. و بعد از کشتار بزرگ یهودیان و به راه افتادن دستگاه تفتیش عقاید عیسوی در اروپا در سده های 14 و 15 و 16، بسیاری از یهودیان فرار کردن به سوی عثمانی به دلیل که نمیخواستن دینشون رو دگرگون کنن، و بعد به خاطر اینکه بتونن عثمانی رو فرو بپاشانند و مزمهلش کنن، از درون این رو بترکونند و مردم رو به جان هم بندازن، سه یهودی در اروپا دست به کار میشن، یک یهودی مجاری فرانسوی و یک یهودی انگلیسی. و به این هم اشاره کردم و یکی از کسانی هم که به شدت هوادار پانتورکیز در عثمانی بوده و مطالب بسیاری به سه زبان فرانسوی و انگلیسی و آلمانی می نوشته، شخصی به نام موشه کوهن که در سال 1961 فوت میکنه. این از یهودیان آشکار بوده و دونمه نبوده. ببینید، ارمنیان در ارمنیان و آشوریان و یونانی ها، به ویژه ارمنیان و یونانی ها، بسیار افرادی بودند که دو گروهی بودند که در عثمانی در زمینه تجارت و بازرگانی، در زمینه صنعت چاپ، در زمینه واردات و صادرات، در زمینه های پزشکی و معماری رقیب یهودیان و دنمه ها یا یهودیان مخفی بودند. و یکی از قولهایی هم که به عبدالحمید داده شد چه بود؟ که ما مسئله ارمنیان رو برای تو حل میکنیم، چون عبدالحمید از ارمنیا بسیار بیزار بوده، حتی در نوشته ها دستور داده بوده که به اونها لقب جوش چرکی و قده بدن. و اینها، ببینید، اینها نیاز ضرورت تاریخی است، ما باید اینها رو بدونیم. یعنی یکی از قولهایی که به اینها داده میشه چه بوده؟ که ما مسئله ارمنیا رو برای شما حل میکنیم. یعنی با یه تیر دو نشان زدن، هم نظر سلطان عثمانی رو جلب کردن، هم رقیب به در کردن. چون ارمنی ها بسیار در ترکیه جایگاه داشتن، نه تنها در شرق عثمانی زندگی می کردن، در جایی که چند هزار سال ساکن بودن در که امروز به نام ارمنستان غربی نامیده میشه، در بخش شرقی ترکیه کنونی است، هم در استانبول هزاران ارمنی زندگی می کرده و از در میانشان وکیل، پزشک، معمار، موسیقیدان و افراد برجسته بوده. دقیقاً وقتی زمینه رو از دید، ببینید، شما وقتی میخواین در یک جامعه ای از عوام استفاده بکنید برای اینکه یک نه تنها یک پروژه رو در سطح دولتی پیش ببرید، بلکه باید عوام رو هم راضی بکنید. یعنی دولت یک برنامه‌ای رو میریزه، یک پروژه‌ای رو تعریف میکنه و سیاهی لشکرش میشن عوام، میشن لایه های پایینی جامعه، نه تنها خواص، نه تنها طراحان اون پروژه. و برنامه نژادکشی ارمنیان چیده شد به آشوریان و این پروژه توسط همین گروه ترکای جوان و همین کمیته اتحاد و ترقی که بسیاری از اعضاش از یهودیان مخفی بودن و آبشخور فکریشون هم همین سه یهودی بود که پانتورکیزم رو اینها زاییدند، به راستی زاییدند. چیزی به نام پانتورکیزم ما در تاریخ نداریم، نه در مغولان سراغ داریم پانتورکیزم، نه در سلجوقیان. بابا، سلطانهای عثمانی به زبان پارسی زبان اداریشون بوده، به زبان پارسی چکامه یا سرود می سرودند. اینها اگر نگاه تند زبانی و نژادی و تباری داشتن، هیچگاه به زبانی غیر از ترکی در درون امپراتوریشون جایگاه و پایگاه نمی دادن. و برنامه ریزی رو انجام دادن به وسیله همین یهودیان مخفی
600 نفر از بزرگان جامعه ارمنی به وسیله همین یهودیان مخفی که 100 سال روی این پروژه کار شده بود و جامعه رو آلوده به ویروس تباری و نژادی و زبان اختلافات زبانی فرهنگی کرده بودند، 600 نفر از بزرگان جامعه ارمنی رو در 24 آپریل 1915 دستگیر کردند، بعد اونها رو به جای دیگه منتقل کردند و اونها رو کشتن و در یک روز حدود 5000 ارمنی در استانبول با از طریق شلیک تفنگ، یعنی با به ضرب گلوله و به وسیله شمشیر و قمه تکه تکه شدن. همین بلا بر سر آشوریان هم میاد. شما ببینید این رو دست کم نگیرید. یهودیانی که خودشون طعم تلخ نژادکشی یا نسل‌کشی رو یا اون هولوکاست رو چشیدن، چگونه تا به امروز نژادکشی ارمنیان و آشوریان رو به رسمیت نشناختن؟ چرا؟ شما ببینید، من یک مطلبی رو براتون عنوان بکنم. سفیر اسرائیل در ارمنستان، که اولا اسرائیل اینجا سفارت نداره، یعنی در ارمنستان سفارت نداره، سفیری که در نشیمنگاهش یا نشستگاهش در سفارت اسرائیل در گرجستانه به امور ارمنستان هم رسیدگی میکنه. سفیر اسرائیل در ارمنستان که محل اقامتش در تفلیس است، یعنی ریک و کوهن، و دبیر دوم سفارت اسرائیل هری کلیمان، نژادکشی ارمنیان رو، کشتار ارمنیان رو نژادکشی ندانسته و آن را رد کردن. ببینید خیلی خیلی اصلا این توهین به بشریت. 1.5 میلیون ارمنی و دست کم 500,000 آشوری در طی 2-3 سال تکه پاره شدن، ولی این از دید اینها، از دید این آقایون و خانمهای نژاد برتر و این صهیونیستای وحشی به عنوان نژادکشی به حساب نمیاد. دولت ارمنستان به این قضیه اعتراض میکنه و پاسخی که از وزارت امور خارجه اسرائیل دریافت میکنه چه بوده؟ نوشته است، پاسخی که وزارت امور خارجه اسرائیل میده: هولوکاست یک پدیده منحصر به فرد بوده که از پیش برنامه ریزی شده و هدف نابودی کامل یک قوم بوده است. ملت ارمنی قربانی یک فاجعه شده است. نباید کشتار ارمنیان را با نسل‌کشی برابر دانست. یعنی شما ببینید این پاسخ توهین به بشریته. و همینطور شرکت یهودیان در کشتار ارمنیان در 1918 در باکو. آقای گورگ یاسچیان که ایشون دکترای تاریخ دارن، نویسنده معروفی هم هستن، من این تیکه نوشته رو پیرامون سفیر اسرائیل به زبان ارمنی در سایت ایشون گذاشته بود برداشتم. یه مقاله هم ایشون دارن در سال 2002 در ارمنستان به چاپ رسیده به نام مواظب چارگوش یا مربع ضد ارمنی فراماسونری ترکی صهیونیستی یهودی باشید. این دیگه ما نیستیم که این حرف رو میزنیم، یعنی به ارمنیان خطاب کرده، گفته مواظب چارگوش ضد ارمنی فراماسونری ترکی صهیونیستی یهودی باشید. این که دیگه گفته من و شما نیست. و این کتاب رو هم من معرفی بکنم، کتاب پان ترکیس و ایران، استاد کاوه بیات. این رو دوستان میتونن، هممیهنان این رو بخونن، پان ترکیس و ایران، نوشته استاد کاوه بیات. دقیقاً در آغازش دقیقاً اشاره شده به همین مسئله، مسائلی که من بعضیاشام خط کشیدم مشخص کردم و پرداخته شده به همین یهودی بودن پدران پان ترکیس. آقای حمید، استاد حمید احمدی هم کتابی دارن به نام ریشه های بحران در خاورمیانه. آقای احمد درویش کتابی دارن به نام نقش یهودیت و قدرت های بین المللی در خلع سلطان عبدالمجید، ترجمه حجت الله جودکی. کتابی دیگری به نام زندگی و سفرنامه آرتور وامبری، ترجمه محمد حسین آریا. کتابی هست به نام خزرها آرتور یا خزران آرتور کسلر، ترجمه دکتر محمد علی موحد. اینها رو دوستان به دست بیارن بخونن، این کتاب ها بسیار ارزشمنده. من چه نتیجه میخوام از برنامه امروز بگیرم؟ یک، بازگشت به سرزمین موعود و تشکیل اسرائیل بزرگ در خود تورات آمده،
هر یهودی که تورات میخونه با این اندیشه آشناست. دو، از صدها سال پیش برای این قضیه برنامه ریزی شده بود. سه، برای اینکه بتونن عثمانی رو از هم بپاشانند اندیشه پانترکیزم رو تولید میکنن. یک پوزش میخوام، یک اندیشه کاملا ضد بشری، راسیستی و شوونیستی که دست کمی از نازیسم نداره. چهار، گروه درست میکنن به وسیله یهودیان تازه مسلمان یا دنمه ها به نام گروه ترکای جوان و کمیتهی به نام کمیته اتحاد و ترقی. سرانش همه از یهودیان تازه مسلمان یا یهودیان مخفی یا دنمه ها بودن. برای اینکه بتونن این درگیری های نژادی و تباری رو در عثمانی برافروخته بکنند، اقدام به نژادکشی یونانیان، آشوریان و ارمنیان میکنن. یعنی سه رقیب به ویژه ارمنیان و یونانیان که رقیب سرسخت یهودیان و دنمه ها در مسئله تجارت و بازرگانی بودند. یعنی خون بیش از 3 میلیون انسان توسط اینها ریخته شده و به خاطری که ارمنیان هم در فلسطین فعال بودند، همین امروز هم یونانیان و ارمنیان اداره کننده اماکن، بیشترین اماکن مقدس عیسویان در اورشلیم یا در جاهای دیگر اسرائیل توسط یونانیان و ارمنیان اداره میشه. این رو دوستان میتونن پژوهش بکنن. اون زمان هم حضور فعال داشتن در فلسطین. اینها باید پاکسازی نژادی میشدن، چون اینها رو رقیب میدونستن و خطر میدونستن، چون برای عیسویان هم به ویژه عیسویان عثمانی که فعال بودن در عثمانی، اون سرزمین ها سرزمین های مقدس شمرده میشده. پس این پاکسازی نژادی ارمنیان، آشوریان و یونانیان عیسوی یا مسیحی به چند منظور انجام شده. شیوه کار هم ایجاد اختلاف تباری، زبانی، فرهنگی و نژادی بوده، کاری که امروز داره در ایران انجام میشه. ارتش سایبری اسرائیل چند هزار یهودی پارسیدان رو نگه دارید. اصلا یک جمله اشاره کردید، این ارتش سایبری خیلی مهمه من اشاره بکنم. دوستان، من تا با کنون درگیری های بسیار زیادی از لحاظ سایبری با چیزی به اسم ارتش سایبری جمهوری اسلامی داشتم. در مقایسه با ارتش سایبری که اون چیزی که حالا اون قسمت بود، من بدون تعارف خدمت شما بگم، در مقایسه با ارتش سایبری، فقط همین فارسی زبانش ولش کنید، زبانهای دیگرش رو ولش کنید، من میخوام به شما این رو بگم که جمهوری اسلامی در مقایسه با اینها هیچی نیست. میخوام به شما بگم که وقتی میبین، من چیزی که با چشمم دیدم رو شما قرار الان کدبان بر اساس مستندات تاریخی دلایل پانترکیزم رو برای شما توضیح دادن، چیزی که من با چشمم دیدم. باور بفرمایید، پوزش میخوام، نباید دلیل برای من پوزش میخوام، باور بفرمایید. بسیار چکیده گفتم، اینا رو چکیده و خلاصه گفتم. چشمم دیدم که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پانترک ها رو حمایت میکنه و براشون جلسات میگذاره داخل شهر میانه. من یک بارم خدمت دوستان عرض کردم، راهن میانه به تبریز، من مهندس فنیش بودم و در اون پروژه کار کردم. چیزی که با چشمهای خودم دیدم رو که کسی نمیتونه به من بگه نبوده. خب، و وقتی من اینها رو کنار هم میگذارم، از دید من جمهوری اسلامی و مافیای صهیونیست یک سوی بازی است. نکته دیگه که باید خیلی اشاره بکنم این است که ملت ایران در طول 1400 سال پیش چه تغییری کرده. ما از مردمی فلسفی به مردمی اعتقادی تبدیل شدیم. بیشتر امروزه سعی میکنیم به جای اندیشیدن به اعتقاداتمون رجوع کنیم.
و فعلا عده‌ای از دوستان من میبینم هنوز معتقدن که مافیای صهیونیسمی که من دارم ازش یاد میکنم دوست ملت ایرانه. چرا؟ چون آقای منشأ امیر میاد براشون بشکم میزنه. من بدون تعارف خدمتون بگم، من هر پارسی زبانی که به زبان ایرانی گویش می کند و خودش را متعلق به خاک ایران می داند رو برایش احترام می گذارم. اما چشمم رو به روی واقعیتی که در درون جامعه من برای فروپاشی ایران، نه جمهوری اسلامی، یادتون باشه یک بارم قبلا عرض کردم اینها دشمن بمب اتم جمهوری اسلامی هستند، دشمن جمهوری اسلامی نیستن. اینها نمیخوان جمهوری اسلامی بره، چون جمهوری اسلامی داره به نفعشون عمل میکنه. میخوان بهانه‌ای به اسم بمب اتم رو درست بکنند تا اون فشار، تا اون تنفر عمومی منطقه نسبت به اسرائیل کم بشه، برداشته بشه و به سمت ایران بیاد. تنفر اعراب از 40 سال پیش که مناطق مختلف اعراب رو به اسم اون اسرائیل خورده خورده گرفتن 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 تا خیلی ها رو بیخانمان کردند. بابا این بلندی های جولان سرزمین کس دیگری بوده دوستان عزیز که الان دارن توش شهرک میسازند. سرزمین متعلق به سوریه بوده. من بدون تعارف به شما بگم ایناش به من مربوط نیست، ولی من میخوام این رو به شما بگم، تنفر بمب اتم، تبلیغات بمب اتم جمهوری اسلامی، توجه تنفر افکار عمومی منطقه کشورهای حاشیه خلیج فارس رو از اسرائیل به سمت ایران متمرکز کرد و اونها به کار خودشون پرداختند. زان پس جمهوری اسلامی با حمایت‌های اسرائیل منطقه رو تا آن زمان خود اسرائیل برهم زننده نظم منطقه بود، زان پس جمهوری اسلامی به اسم ایران در جهت منافع اسرائیل نظم منطقه را به هم زده است و نظم منطقه به نفع اسرائیل به هم خورده. اما تنفر جامعه منطقه نسبت به ایران است نه اسرائیل. تنفر بیش 250 میلیون دست کم عرب. دقیقاً. چرا پادشاه کشور من تأکید دارن که هموطنان ما دقت بکنن در واژه هاشون نسبت به اعراب همسایه؟ چون اونها بیشتر از هر کسی تحت مدیریت این مافیای رسانه‌ای جهانی هستند. بالا برید پایین بیایید، من نمیپذیرم، من نمیپذیرم که جمهوری اسلامی امروزه غیر از توسط اسرائیل و انگلستان در حال اداره شدنه. شما برید یک نمونه در دنیا بیارید، 118 شهر یک کشور برپا خواسته باشه، بیان در داخل خیابان‌ها خب و نفی یک رژیم رو بکنن، اون رژیم پابرجا باشه. چون فیلسوف صهیونیست در فرانسه می آید و می گوید رضا شاه طرفدار نازیسم آلمان بوده است. دقیقا در بزنگایی که مردم ایران در داخل ایران دارن فریاد می زنن رضا شاه روحت شاد. حالا بعضی دوستان میگوین ما جواب، باز هم تکرار میکنم جملاتم رو، میگوین جواب اون آقا رو داده ایم. نه عزیزم، شما جوابت رو مخاطب خاص میشنفه، سخن او رو، اون افکار عمومی که باید پشت ملت ایران در آن به زنگاه میستادن شنیدن.
و ملتی که آمدند در داخل خیابان و گفتند جاوید شاه، روحت شاد، رضا شاه، در نزد افکار عمومی جهان پشتیبان نازیسم معرفی شدند و این کار رو مافیای صهیونیسم انجام داد. میدونید این یعنی چی؟ پانترکیسمی که در ایران وجود داره، من شاهد عینی با چشمام بودم که وزارت اطلاعات ایران اونجا، ببینید دوستان، در هر پروژه شهرسازی، راهسازی، یک نفر مأمور اطلاعات خود مجموعه کشور خب رو میفرستن داخل اون مجموعه، اجبارم میکنن به استخدامش به عنوان مهندس یا فلان و یا بیسار، و اون شخص رو ما میدونستیم کیه، اومده توی اون مجموعه داره کار میکنه، و این شخص شخصی بود که میرفت توی جلسات پانترکیسمای میانه شرکت میکرد. آقای قرداغی، بذار من خیلی راحت حرف بزنم، اسمم بدم، چون مشکلی ندارم، من ابایی ندارم از کسی، آقای قرداغی، اهل میانه، چیزی که با چشمم دیدم رو، و ایشون با من هر شب بحث فلسفی میکرد، من از جانب ایران و ایشون از جانب پانترکیسم، نه عزیزم وایستدم تو از اسرائیل برای من حل کنی، قربونت برم، من خیلی متشکرم. خواهش میکنم این کدبان خسروی، کدبان خسروی گرامی، خواهش میکنم این صهیونیستای وحشی رو بلاکشون کنید، از اینجا بندازید بیرون. نه نه توهین نکنید بهشون کدبان، اتفاقا بگذارید باشن. من وحشی توهین نیست، چیزی کدبان خسروی گرامی، من بر سر ایران با برادر خونی خودم هم تعارف ندارم. اگر میگویم وحشی، چون رفتار اینها این رو ثابت کرده. من در این دو ماه گذشته بیش از 10 تا پیام تهدید به قتل دریافت کردم. خب این وحشیگری نیست؟ اون چیزی که تو تورات نوشته، تو تلمود، تو تنخ و تلمود نوشته، وحشیگری نیست؟ بلایی که در عثمانی عرب‌ها و ترک‌ها و یونانی‌ها و ارمنی‌ها رو به جان هم انداختن، بیش از 3 میلیون آدم رو اینها کشتار کردن در عثمانی، این وحشیگری نیست؟ همین پروژه رو امروز دارن در ایران میخوان پیاده بکنن، این وحشیگری نیست؟ من ازتون خواهش میکنم اون چیزهایی رو که براتون فرستادم اکنون جاش هست که نشون بدین. چند هزار یهودی پارسیدان یا از این آنوسیا و دونمه ها و نمیدونم سه نمه ها و چار نمه ها رو دولت اسرائیل استخدام کرده، وزارت اطلاعات اسرائیل و یا موساد استخدام کرده، اینها آزادی بخشیدن ملت ایران تو فیسبوک هست، اینا بله دقیقاً سرکرده هم دارن. یکی از سرکردگانشون که بسیار هم فعاله، یک فردیه به نام امیر نیک، که این فرد با همین خانم شرلی هم دمخوره و با هم دارن کار میکنن. ببینید ازتون خواهش میکنم اون پیام ها رو نشون بدین، ببینید اینها چه کامنت هایی میذارن. از تمام این صهیونیست های وحشی بپرسید دیدگاهتون درباره تشکیل کردستان بزرگ چیه؟ پاسخ به شما نخواهند داد. تشکیل کردستان بزرگ یعنی تجزیه ایران. تشکیل کردستان بزرگ یعنی تجزیه ایران و شستشوی مغزی دادن به ایران، به کردهای ایرانی تبار، و درگیر کردن ایرانیان کرد با دیگر تیره‌های ایرانی. اصلا این پروژه‌ای است که برای ما اینا تعریف کردن. امروز صدها یهودی، صدها صهیونیست، اینها رو من شرمم میاد بگم ایرانی هستن، اینها صدها صهیونیست پارسیدان امروز نشستن در همین فضای مجازی و دارن بازی کرد و یهودی را انداختن. دقیقاً خب بازی کرد و یهودی را انداختن، یه روز کرد میشن یه روز یهودی میشن. از جانب من چند روز پیش دیدم یکشون داره یه پیامهایی رو منتشر میکنه که ملت ایران در همراهی با جمهوری اسلامی در 28 مرداد سال 58 اقدام به کشتار کردها کردن. شرم بر شما،
شما مگه فکر کردید ملت ایران مگه ملت دوره عثمانی است؟ ملتی که فردوسی بزرگ و کوروش بزرگ و داریوش بزرگ رو به جهان پیشکش کرده و سعدی و حافظ رو، من فکر کردین ما رو برابر دونستین با اون افراد ساده در عثمانی که در باغ سبز نشون دادید از چین رو گفتید متعلق به شماست تا نمیدانم به اروپا و متصرفاتی که 500 سال جز خاک عثمانی بود رو از هم متلاشی کردین برای که بتونید یک وجب جا رو به دست بیارین. من هم میگویم ما باید با هم دوست باشیم، اما دوستی در شرایط برابر، احترام متقابل. شما امروز دارید ریشه ما رو میخواید بزنید، بعد انتظار دارید که ما بیایم به شما قربون صدقه شما بریم؟ یک وجب از خاک ایران رو با کل دنیا من عوض نمی کنم. بس هرچی که این کشور تجزیه شد، این کشور از خاکش رفت، یک مش من نام اینها رو گذاشتم هرزه های سایبری، یک مش هرزه سایبری با آیدیای فیک جعلی، یک مش آدم مجهول الهویه ترسو پشت یه مش عکس های نمیدانم گل و بلبل و درخت و چمن و یاسمن خودشون رو مخفی کردن و از بام تا شام دارن نفرت پراکنی قومی میکنن. من خواهش میکنم یه نمونه رو به عنوان یکی از اون چیزایی رو که براتون فرستادم چند تا از اونا رو به عنوان نمونه موردی نشون بدید. آقا مختار، ما کردها علاوه بر این ریشه با یهود یکی هستیم، علاوه بر این ریشه ای با یهود یکی هستیم. باید بدونی کردها از قدیمی ترین اقوام تاریخ هستند و یهود از لحاظ نسب و ژنتیک نزدیکترین قوم با کرد. الان بهتون نشون میدم خود چیزو با کرد. حتی ادعا شده از پدر ما ابراهیم جزء یکی از تیراهای کرد بوده. کدبان یادت میاد صحبت کردی؟ شما به کدبان خسروی در یک کامنت ایشون دو تا کدبان خاشیه مسئله واقعی رو به چالش بکشید. نگاه کنید کدبان خسروی گرامی، در یک کامنت ایشون دو تا نقش عوض کرده. یعنی یه جا اول شده کرد و یه جا آخر کامنت هم شده یهود شده و آخر، بله اول کرد بوده بعدن آخر کامنت ایشون میشه یهودی، میگه پدر ما ابراهیم هم یکی کرد بوده است. شرم بر اینها اصلا شما باور نمی کنید یک ذره حرمت ملت ایران رو نگه نمی دارن. من واژه ها رو نمی خونم، واقعا شرم آوره. ولی ببینید دوستان، این پیام هایی است که به کدبان سروش فرستاده میشه. واقعا میگم اصلا از بیان واژه ها شدم ده ها نفر از این وحوش آقا نفرمایید اینا یهودی نیستن، طرف داره تو اسرائیل زندگی میکنه، نام و مشخصاتش کاملا معلومه، ایشون اومده نوشته اینا یهودی نیستن. کدبان خسروی اگه میتونید نشون بدین پیام اون فرد رو من یه نمونه خیلی جالبه. محموله رسید، خدا را شکر، بامداد فردا امروز 100 هزار اسلحه و 20 میلیون فشنگ از مرز بازرگان به دست آزادی خواهان رسید. ایشون یهودیه. هدیه مخصوص شاهزاده عربستان به جوانان. میدونید این مطلب یعنی چی؟ میدونید این گفتار یعنی چی؟ یعنی مجوز رسمی به کشتار ملت ایران تو کف خیابون دادن. بله آقای بهمن فرخنده که در اسرائیل هم زندگی میکنن. ببینید دوستان، اون لطفاً اون کامنتشو که گفته باید شیعه کشی در ایران آغاز بشه رو میشه نشون بدید؟ الان باشه، شما فکر کنید شوخی میکنه، ما جدی میگیریم. شوخی میکنه؟ نوشته آقا بهمن شوخی میکنه. برید این مسئله رو به خود آقا بهمن بگید. به آقا بهمن بگید شوخی نکنه عزیزم. ما سر جون ملتمون تو کف خیابونای ایران با کسی شوخی نداریم. صدها نفر، چند هزار نفر از اینها در فضای مجازی
شغلشون اصلا اینه، شغل اینها اینه، اینها استخدام شدن برای همین با زبان پارسی بیان لجن پراکنی بکنن و ملت ایران رو به جون هم بندازن. در نقش پانترکیست میرن، در نقش پانترکیست، یه بار میشن پانکورد، یه بار میشن پان عرب، یه طرف اومده کامنت، بارها دیدم در این گروه های مختلف کامنت میذاره که نظرتون راجب تبعیض نژادی در جمهوری اسلامی چیه. بابا شرم بر شما، جمهوری اسلامی به اندازه کافی از گند و پلیدی آغشته هست. بذارید من بدون تعارف به شما بگم، در ایران توسط جمهوری اسلامی چیزی به اسم تبعیض. اجازه بفرمایید یه لحظه، اجازه بفرمایید کدبان خسروی گرامی، تبعیض نژادی وجود نداره در ایران. میدونم، یه لحظه اجازه بفرمایید آقا، این آقایی که ایرانی در زجرن، هیچ تبعیضی، این آقایی که نامش رو به خط عبری نوشته، نوشته که من ایشون رو میشناسم، یعنی آقای بهمن فرخنده رو، خیلی مخالف ملایان است، اصلا استخدام نشده. خب پس شما هم اطلاعاتی هستید، شما هم موسادی هستید، شما از کجا میدونید که این آقا استخدام نشده؟ شما هم موسادی هستید. شرم بر شما. من یه کلام میگم دیگه، پادشاه کشور من اومد توی خاک شما و به شما گفت آقا دست بردارید، ما فرزندان استریم. خجالت بکشید از اینشی که میکنید دیگه. تا کجا بردید ملت رو؟ ما چگونه باید دست دوستی رو به سمت شما دراز بکنیم و شما دست بر نمیدارید از خیانتتون به ملت ایران؟ من از شما خواهش میکنم بزرگواری بکنید، تصویر شما رو هم ندارم. اون کامنت رو نشون میدین که پیرامون شیعه کشی در ایران، چون از این کامنت ها زیاد اینها دارن پخش میکنن. من حقیقت بستم کدبان، چون فرمایش شما چون دیگه به سمتی رفت. اگر شما لطف کنید اون رو نشون بدین، خیلی مسائل برای بینندگان مشخص خواهد شد که اینها دارن چه کار میکنن. درود بر ایرانبان پیروز نهاوندی گرامی. به درستی گفتن هر کسی که مخالف ملاها باشه که لزوما عاشق ایران نیست. تموم شد رفت. مگر من یک من این چیز رو میخونم، میگه شیعه کشی باید آغاز بشود از طفل نوزاد. گوش کنید ببینید، این تعالیم، تفکر، تفکریه که از توی تورات میاد دیگه. اینو هیچ ایرانی که هیچی، من فکر نمیکنم امروز مغول هم اینو بگه. شیعه کشی باید از آغاز بشود، از طفل نوزاد گرفته تا مسنشون، نباید بهشون رحم کرد. مخصوصا همشهری هم همدانیای آشغال شیعه. بفهمید، نشون بدین، خواهش میکنم اگه میتونین نشون بدین این رو. بله این پیام، این رو هم همین آقای بهمن فرخنده گفت. ایشون خیلی فعاله، از فعالان سایبریه در فیسبوک. بفهم. واقعا میگم دوستان، دل ایران، خب ایشون گناهی نداره، ایشون اومده یک آیه از تورات رو به روز رسانی کرده، یعنی اومده یک آیه از تورات رو ورداشته توش مثلا به جای نمیدانم امالیق و به جای نمیدانم به جای کنعانیان اومده شیعه گذاشته. اولم گفته باید از همشهری آشغال شیعه خودم در همدان شروع بشه. سرجم کدبان، من از شما سپاسگزارم که ناشکیبایی من رو تحمل کردید. از دوستانی هم که به حال اگه من صدام بالا اومد و کمی ناراحت شدم، عذر تقصیر دارم. من خواهش میکنم، حق ماست. ببینید ما چون به میهنمون عشق میبرزیم 100% احساساتی میشیم. ما که از سنگ و چوب که ساخته نشدیم. پدر ما در آمده 40 سال داریم پس گردنی میخوریم، نه تنها از جمهوری اسلامی عربی، از خیلی از کشورهای منطقه و کشورهای اروپایی که ادعای حقوق بشر دارن. این ادعای حقوق بشر 100 برابر اونایی که ادعای حقوق بشر دارن و به ملت ایران سیلی زدن، 100 برابر دردش بیشتر از دستاربندان شیعه در تهرانه، در سراسر ایرانه. به هر روی من چیزی که از هر
چیز برام مهمتره اینه که همیشه جانب ادب رو حفظ میکنم و سعی میکنم در کلام و گفتار از احساسات بهره نبرم، بلکه واقعیت ها رو در اختیار هموطنان قرار بدم. اگر من صدامو بالا آوردم من عذر تقصیر دارم. باز گویش میکنم، ما معتقد نیستیم که یهودیان ایرانی و ایرانیان عاشق وطن میتوانند به ایران خیانت کنند. ما معتقد هستیم که یک تفکر مافیایی در سطح دنیا در حمایت از تفکر صهیونیسم به ایران ستیزی مشغول است و این کار بالغ بر 40 و چند سال است ادامه دارد و امیدم به روزی است که ما و دیگر یهودیان ایران دوست در دست در دست هم بدهیم و بتوانیم جلوی حرکت نابود کننده و ویرانگر این تفکر رو بگیریم، چون هیچ چیزی مهمتر از ایران نه برای من و نه برای شما باید باشد. از شما بسیار سپاسگزارم. من پیام این برنامه ها چیست؟ پیام این برنامه ها اینه که هممیهنان یهودی که یک ذره به ایران علاقه دارن باید جلوی در برابر این توطئه و پروژه در سطح دولتی و وزارت‌های مختلف دولت اسرائیل بایستن. باید اگر ایران رو دوست دارن در کنار ما بایستن، تن در ندن، مخشویی نشن، فریب نخورن، بایستن به عنوان یهودیانی که عشق به میهن دارن و میدونم برخیشون رو میشناسم که آکنده از مهر به ایران و مهر به خاندان پهلوی هستن. اینها باید جلوی این توطئه رو بگیرن. اینها هنوز برخیشون در اسرائیل فرتورهایی از ایران، عکسایی از ایران و از خاندان پهلوی رو در خونه هاشون دارن. اینها امروز خیشکاری بزرگی به گردنشونه. باید در برابر این توطئه صهیونیست و این پروژه‌ای که در سطح دولتی اسرائیل تعریف شده باید بایستن. ملت ایران قدردان این کار اینها خواهد بود. ما چرا داریم اینها رو باز میکنیم؟ داریم نشون میدیم. همین بلا سر عثمانی اومده، امروز هم الان هم چند ده هست دارن توی ایران و بیرون از ایران این کارا داره انجام میشه. شما به عنوان کسانی که نسل اندر نسل در ایران زندگی کردین، امروز میهن نیاز داره به شما. سکوت نکنید، خاموش ننشینید، نذارید تمام ایرانیان یهودی به یک چوب رانده بشن. ما داریم پیرامون توطئه‌گران و اون بخش مافیایی و اون بخشی که تورات رو، تنخ رو، تلمود رو بهانه کرده برای نجات ستیزی و دشمنی با ایران و برای انداختن جنگ قومی در ایران، ما داریم با اونها ستیز میکنیم. ما ستیزی با تبار یهودی نداریم، ستیزی با سامی نداریم، ستیزی با هیچ کس نداریم. ایران همیشه مانند یک قالی زیبا تار و پودهای رنگارنگ گوناگون به هم تنیده شده. هیچ برهی بریده ای از زمان موجود نبوده که در ایران تنها یک تیر زندگی بکنه. پس امروز شما حتی اگر در آمریکایی، در اروپایی، در اسرائیلی، در کنار دیگر بخشای ملت ایران که میخوان از این کابوس جمهوری اسلامی عربی آزاد بشن، در کنار ملت ایران باشید. من میدونم شما اسرائیل رو قلبن دوست دارید، اما به خاطر این دوست داشتن پشت به میهن اجدادیتون که دست کم 30-40 نسلتون در این کشور در ایران زندگی کرده نکنید. این نه انسانی است، نه اخلاقی است. من از شما بسیار سپاسگزارم که زمان دادید من گفتهام رو در برنامه بگم. بی اندازه ازتون سپاسگزارم. پنجشنبه یا این هفته آدینه این هفته هم اگر زمان بشه من در خدمتون خواهم بود. کمی میایم به جلوتر، این بار میرسیم به دوره پهلوی و میرسیم به جمهوری اسلامی. امیدوارم این رو هم با هم بررسی بکنیم. بله حتما حتما. من حقیقت بی صبرانه منتظر هستم و لحظه به لحظه شماری میکنم این گفتگوها رو
تا به سرانجام برسونیم. و این سرانجام برای من آن روزی است که هر ایرانی دست در دست هموطن خودش، فارغ از اینکه او یهودی است، مسلمان است، زرتشتی است، مسیحی است، کرد است، لر است، بلوچ است، گیلک است و مازنی، بختیاری است و پارس، دست در دست هم بدهند و حصار و دیواری برای شرافت ایرانی باشند. و این همبستگی و این همدلی با در عمل باید به وجود بیاد نه در گفتار. و امیدوارم این واقعیت رو ما به زودی ببینیم. نکته انتهایی که باید عرض بکنم، از شما خیلی دکتر جان سپاسگزارم وقت گذاشتید. عزیزان، برنامه بعدی ما برای روز پنجشنبه خواهد بود. از اینکه تحمل کردید و گفتار ما رو شنیدید ازتون سپاسگزارم. این رو بدونید که هیچ گفتاری در این صفحه، هیچ نقدی در این صفحه پاک نخواهد شد، حتی اگر فحاشی باشه. اینجا دیگه صفحه شخص، اینو صفحه من فقط اگه میشه به من کدوان خسروی گرامی، من تا یادم نرفته حق مطلب و زحمتی رو که دوستان میکشن زایل نکنم. کاظم آذری در وبسایت تحلیلی خبری آذری ها یه مقاله‌ای در مورد همین دونمه ها نوشته. این مقاله ارزشمند رو میتونید در وبسایت خبری تحلیلی خبری آذری ها از استاد کاظم آذری بخونید. و نوشته های دیگری هم اونجا هست که مربوط به این قضیه است. نقش حضور پانترکیست ها و کنفرانس بین المللیشون که در اسرائیل باید تشکیل بشه، یه مقاله هم اونجا هست، میتونید اون رو هم ببینید که در این تارنما در 27 فروردین امسال قرار داده شد. از شما سپاسگزارم که پای برنامه ما بودید. از شما هم سپاسگزارم دکتر جان که با من همراهی کردید، به ما آموختید و وقت گذاشتید تا ما لحظه لحظه گفته های شما رو داشته باشیم. از اینکه صبوری کردید سپاسگزارم. صدامو بالا آوردم، عذر تقصیر دارم. شما هم باید ببخشید و بینندگان گرامی، من هم پوزش میخوام. پاینده ایران جاوید شاه.